بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز جمعه پنجم ماه فوریه سال 2016 میلادی و برابر با 16 بهمن 1394 با هم هستیم، اوقات بهتری داشته باشیم. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا و 11 صبح به وقت کالیفرنیا، غرب آمریکا و هر جای دیگه هستید، لطف کنید یا به دیوار نگاه کنید ببینید ساعت چنده، یا به دستتون یا به ساعتاتون. چند سالی هست که دیگه خیلی ها اصلا ساعت مچی ندارن و همون تلفنشون و ساعتایی که این ور اون ور رو کامپیوتر و روی دیوار آشپزخونه و مهمونخونه و نمیدونم اینجا هست. خب بگید ببینیم که اوضاع و احوال چگونه است. این آقای اجلالی گاهی وقتی دوشنبه ها وقتی حرف میزنه من به خودم میگم آقای اجلالی های کتابی ها، هی میخوام تماس بگیرم بعد میگم نه، این بنده خدا یک ساعت در هفته برنامه داره، ما دیگه اقلا به اصطلاح وقتش رو نگیریم و بذاریم اگر بیننده میخواد باهاش تماس بگیره. ولی خداییش بعضی چیزها رو درست میگه. شما تا حالا شنیده بودید که یه آمریکایی اگر میخواست بره ایران، اونم یکی از نمایندگان مجلس، یکی از کسایی که دستندرکار دولت آمریکا هست، بره و ویزا بگیره؟ حالا نمیدونم این رو میشه به فال نیک گرفت یا اینکه به اصطلاح باز هم یه جور دیگه تفسیر کنیم، ولی خبرها براتون نشون میدم که 3 از نمایندگان مجلس آمریکا، اونم 3 از جمهوری خواهان، حزبی که تندروهای اینجا طرفدار جنگ و اینها هستن و مخالف توافق ایران و آمریکا بودن، رفتن توی سفارت ایران و تقاضای ویزا کردن که برن ایران و نامه نوشتن به خامنه‌ای و رئیس سپاه پاسداران، اگه اشتباه نکنم شخصی به نام جعفری. خیلی جالبه، شعبون جعفری رئیس بیمخا و جاهلای دوره شاه بود، اینجا هم جعفری رئیس سپاه پاسدارانه یا نیروهای انتظامی هرچ. خب اگر شما مسئول بودین، اینا که اینجا هستن فکر نمی کنم اجازه ویزا دادن داشته باشن، چون این دفتر حفاظته، اینا حالا باید بفرستن یه جای دیگه ای با به اصطلاح دولت مطبوعشون تماس بگیرن و اونها بگن که این میتونه یا نمیتونن اینها برن. این هم از این ماجرا. ولی من میخوام از شما سوال کنم، اگر کسی از این دولت آمریکا با این برنامه‌هایی که داشته از سال 1953، ماجرای دکتر مصدق، بعد اون ماجرای 28 مرداد، بعد ماجرای انقلاب، بعد ریگان و اسلحه دادن به ایران و از اون ور کمک کردن به عراق و اینها، شما اگر امروز این 3 بیان و شما بهش میگی برای چی میخوای بری، اونها بهت میگن که ما میخوایم بریم نظارت کنیم بر انتخابات 7 اسفند ماه، شما چی بهشون میگید؟ ویزا بهشون میدید؟ تو بهترین هتل تهران براشون جا میگیرین؟ یا بهشون میگین خب دوست عزیز، گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، شما اگر میتونستید نظارت کنید به انتخابات میرفتی ماجرای جورج بوش و الگور در فلوریدا رو درست میکردی، میرفتی ماجرای همین 2-3 پیش این احمق تد کروز که تازه رفته یه ساینی درست کرده تراست تد، که میشه یعنی تراستد، تراستد یعنی کسی که میشه بهش اطمینان کرد، ولی این زرنگی کرده، هر کی براش دیزاین کرده فکر خوبی کرده، تراست تد یعنی به تد که اسمش هست اطمینان کنی. این احمق روزی که توی آیووا، روز دوشنبه هفته پیش، همین دوشنبه حقیقت انتخابات بود، بهش میگن انتخابات اولیه،
رفتن در خونه مردم، رفتن توی صف به مردم گفتن که اون آقای دکتر بن کارسون منصرف شده و دیگه شرکت نمیکنه. حالا شماها اگه دوست دارید به تد کروز رای بدید. فکرش بکنید دوستان، این آمریکاست، این انتخابات آمریکاست. من و شما فکر میکنم هممون مخالف باشیم با اینکه یه سازمانی چه به نام مجلس خبرگان چه به نام نظارت بر انتخابات بیاد و قبل از مردم رأی بده، بگی شما صلاحیت ندارید، شما صلاحیت دارید، این این. ولی با همه اینها میبینید انتخابات آمریکا هم یه جورایی اینجوریه. اول طرف باید پولدار باشه بتونه چندین هزار امضا جمع کنه، یعنی خرج بده مردم برن دم خونه ها و روی اینترنت و تبلیغات و اینها تا اسمش رو بنویسن. بعد انقدر زد و خوردای همین دیروز بود اگه اشتباه نکنم آقای آریانپور برای من فرستاده بود که سخنگوی مجلس، این آقایی که نسبتاً جوونم هست، پال رایان اگه اشتباه نکنم، یا رایان پال هرچ، این آقا از افرادی که تندرو هستن 2.5 میلیون گرفته. خب احتمالاً این داروخونه ها و اینایی که نمیخوان بیمه اوباما به اصطلاح رسمی بشه، 2.5 میلیون دلار گرفته تا بتونه این رو سرنگون کنه. و یکی از قولایی که این تندروها میدن همینه. حالا باز برگردیم به سوال اولی و اصلی امروزمون. اگر شما قدرت داشتید، میومدن میگفتن آقا به این خانم یا به این آقا ما مراجعه میکنیم، ویزا بدیم به این 3 نفر یا ندیم، شما چی میگفتید؟ من اگه بودم میگفتم شما اول برو انتخابات خودتو درست کن، بعدن برو ایران. بعد شما صلاحیت بین المللی ندارید. تازه اون یونایتد نیشن، سازمان ملل، افتضاحش با بار بالاست. حالا دیگه شما میخواین چیز کنین، یا به قول معروف هر کی میگه نون و پنیر، شما برو سرتو بذار و بمیر. این نظر منه، نظر شما چی؟ درباره نظر دادن اینا من یک کمی از شماها دلخورم و بهتون نشون میدم. میاد مثلا 500 تا 400 تا 1500 تا 2000 تا یه جایی یه خبری که ما گذاشتیم نگاه میکنن، 3 نفر لایک میزنن، 1 نفر شیر میکنه میره. باز بر میگرده به اونجایی که ایرانیان نه حوصله خوندن دارن نه حوصله نوشتن. یعنی حتی اگر همه چیز رو براش فراهم کنی، نوشته و آرتیکل و مقاله رو به صورت آدیو یا ویدیو در بیاری بذاری اونجا، اگر بشینه نگاه کنه اون قسمتش که باید نظر بده، میگه حالا میرم برمیگردم، حالا برم یه آبجوی بخورم، یه چایی بخورم، دستشویی برم، یادش میره. فان یکی از دوستان برای من یه مقاله فرستاده بود، نوشتم دوست عزیز شما که میدونید ما ایرانی ها اهل خوندن نیستیم، خب بیاین اینها رو به صورت ویدیو و آدیو در بیارید تا ما به اصطلاح بتونیم پخش کنیم. میدونید مردم الان آخونده از طریق گوش و چشم، از طریق صحبت کردن، از طریق نشون دادن به اینها 37 سال اینها رو نگه داشتن. چرا شما عقب میافتید؟ ایشون گفت بله فکر خوبیه ولی نظر خودت چیه؟ من گفتم که خب من که نوشتم ما ایرانی ها، من هم جزو همینایی هم که نخوندم، مخصوصا چون شما دیروز فرستادی، من امروز صبح باز کردم و امروز جمعه 2-3 تا برنامه زنده داشتیم و ساعت 3 با آقای دکتر افشارها هستیم. خیلی ممنونم از دوستانی که نظر دادن، چه مخالف ایشون چه موافق ایشون، حتی میتونم بگم از مخالفا بیشتر ممنونم. و ساعت 4 آقای حسن ارشاد ویدیوشون رو از ایران فرستادن، بهتون نشون میدیم. اینه که من نخوندم، برای ایشون هم نوشتم که من هم حقیقتش وقت نکردم و معمولا ویکند اینا رو با خودم میبرم سر کارم که باشم، اون دقایقی که دوستان سیگاری میرن سیگار میکشن ما لپتاپ یا کامپیوتر رو باز میکنیم و این نوشته ها رو میخونیم. این هم از این. و اما یک ویدیویی رو من چند مدت پیش به شما نشون دادم، این رو به این آقای قهرمانی میگم. قهرمان درسته یا قهرمان؟
چون ما ترکای قشقایی قهرمانی هم داشتیم، اتفاقا من با تورج هم کلاس بودم، داداشم با کورش هم کلاس بود. تو شیراز میگفتیم کوروش، کوروش، حالا نمیدونم کورش درسته، کورش درسته، هرچی، با اون هم کلاس بود. اینها خیلی خواهر برادرای زیادی داشتن. حالا یه آقایی هست به نام آقای قهرمانی و هر وقت ایشون تونست با منطق صحبت کنه بیاد، ما در خدمتش هستیم. تو این تلویزیون ما بارها گفتیم اینجا طرفداران پادشاهی برنامه داشتن، میتونن برنامه داشته باشن، مخالفین پادشاهی همه میتونن برنامه داشته باشن. شما طرفدار یه دین و مذهبی باش یا اینکه نباش. این شماره به نظرم آشناست. ببینم که مسیجی که گذاشتن برای منه یا برای شماست. جناب آقای استاذی، با از احترام کلن اگه دور هستم، نظر میخواد راجع به ویزا برای این امریکایی ها. پاسخ و نظر من اینه، کلوغنداز را پاداش سنگ هست. باید گفت هر کسی که پاسپورت آمریکایی داره و در 30 سال گذشته به اسرائیل سفر کرده حق ورود به ایران نداره. نظر هر کسی محترمه. روز و روزگارتون خوش. خیلی ممنون، خیلی متشکر از شما آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور، که واقعا یکی از افتخارات من این هست که میدونید ارتشی‌ها معروف بودن به این که دیپلم که گرفتن رفتن دانشکده افسری، اینها دانشکده افسری همچین درس و مشقی نبود و اینها، بعد دیگه دنبال درس و دنبال یاد گرفتن نبودن. چند تاشون اتفاق افتاده که اینها رفتن درس خوندن، دکتر شدن، وکالت خوندن و بماند. آقای آریان پور بوده که سالها پیش اومده اینجا کامپیوتر خونده، آقای دکتر عقیلی پور بوده و من واقعا افتخار میکنم که بیننده هایی مثل این دوستان دارم و بیشتر افتخار میکنم که اینها به خواسته من جواب میدن و نظر خودشون رو میگن. ممنونم از شما که با این همه سختی ها، با این همه تهمت ها، با این همه توهین ها این کار رو انجام میدید. حالا که شما زنگ زدید یادم افتاد که همین آقای قهرمانی به شما هم توهین کرده و یادم انداخت به اون فیلمی که آقای مهندس حسن خواجه عبدالله همشهری عزیز ما درست کرده و به اینا میگه که والا بلا هی خودتون رو بزرگ نکنید. آخه جمهوری اسلامی میاد دنبال شما برای چی؟ مثلا یه خانمی اومده اینجا گرین کارت گرفته 10 تا آمریکایی رو هم آباد کرده، حالا بعد میگه جمهوری اسلامی دنباله. بعد یکی دیگه از اینا این که هر جا میرید هی اینو اونو نگید مأمور و مزدور. آخه شما وقتی این میگید اون آخوندها رو خوشحال میکنید، میخندن میگن نگاه کن این احمقا به جایی که با ما طرف بشن خودشون افتادن به جون هم دیگه. این میگه اون مزدوره، اون میگه اون مزدوره، نفر سومی اصلا میترسه حرف بزنه، میگه آقا اینا مزدورن من چی بگم. خب ببینیم که ایشون چی میگه. سربی هستم، روی برنامه زنده هستیم، اگر میخواین صحبت کنید، اگر نه ساعت 3 با شما خواهیم بود. نه این آقای افشارها وقتی که به برنامه گوش میدن متوجه نیستن که چون تأخیر داره شما باید اگر تلفن میزنید اول صدای کامپیوتر رو ببندید و الا اگر ما صحبت کنیم صحبتمون خیلی اذیت کننده میشه، هم برای من هم برای شما هم بینندهایی که چه حالا چه بعدن تا دوشنبه این برنامه رو میبینن. در صورت من گرفتم ایمیل شما رو که گفتید روی اسکایپ شما رو به اصطلاح قبول کنم که بتونید ساعت 3 بعد از ظهر برنامه داشته باشید. ممنونم، ممنونم از یکایک دوستان. یک نامه ای رو خانم شایسته الهامی نوشته و من شما رو الان قبول کردم آقای افشارها و ساعت چند دقیقه به 3 میام خدمت شما که با شما گفتگوی جمعه رو داشته باشیم. ممنون از شما. خانم شایسته الهامی خب خیلی قشنگ تحلیل میکنن، نظرات خودشون رو زحمت میکشن، مینویسن، برای مجله‌های مختلف میفرستن.
چند ماه بود که با یه نشریه کار میکردن به نام هفته اگه اشتباه نکنم، و ما هم مقالات ایشون رو هر وقت که وقت داشتیم میخوندیم و تشکرم میکردیم. گویا یک نفر افغانی یه چیزی گفته درباره ایرانی ها، و ایرانی هایی هم که با آخوندا مشکل دارن بعضی وقتا یادشون میره که آقا تو با آخوند مشکل داری، ولی اگر دیگه حقیقت رو زیر پا بذاری اون انسانیت خودت رو از بین بردی. خلاصه صحبتی بوده بود توی برنامه، اسم ایشون رو آوردن و ایشون هم یه مقاله نوشته و طبق قانون میدیا اینجا باید اون کسی، یعنی من الان اگر گفتم قهرمانی، حالا تازه اسم کوچیکش هم نیاوردم، ولی این آقای قهرمانی که از بچه لو کباب خورده از من توپلتر و دیگه نمیتونه نفس بکشه، سرش حقیقتا تو سینه‌شه. من یاد اینا افتادم که مثل چی بگم، توی این تعزیه های پرده مینداختن طرف سرش رو بریده بود گذاشته بود رو سینه‌ش، این بنده خدا دیگه گردن نداره. من گاهی وقتی خانمم بهم میگه یکم مواظب وزنت باش، ببین دیگه اصلا گردن نداری. حالا اینو که دیدم به خودم امیدوار شدم، باید به خانمم بگم بیا نگاهی بکن، فکر کنم بغل چلو کبابیه یا خودش چلو کباب داره، هر چی زیاد میاد میخوره نفس نمیتونه بکشه. در هر صورت دوست عزیز، برو شما یه کمی مطالعه کن، یه کمی تحقیق کن، و اگر تونستی منطقی صحبت کنی من اینجا بهت برنامه میدم، بیا اینجا صحبت کن. خب این از این. و اما این نامه خانم شایسته رو من براتون بخونم که نوشتن آقای شمیرانی گرامی، سلام، لطف کرده بنویسید که آیا مطلبی که، بله ایشون هی مینویسن و اونا مطلبش رو چاپ نمیکنن. من فکر میکنم خانم الهامی شما قانونن میتونید، فکر کنم نشریاتم زیر نظر FCCه تو آمریکا، تو کانادا نمیدونم، میتونید برای آقای شمیرانی یه ایمیل بفرستید، همونجا هم یه کپیش هم برای اون FCC بفرستید، به ایشون هم بگید اگر اون حق رو به شما نده به اصطلاح شما با FCC تماس میگیرید مستقیما، و اگه ایشون آدم فهمیده و با شعوری باشه به شما حق میده، وقت میده، به اصطلاح مطلبتون رو بنویسید. و حتی قانونه، من شنیدم اگر یه مطلبی رو صفحه 3 یه مجله مینویسن نمیتونن مال شما رو صفحه 26 بنویسن. میدونی چرا؟ مجله ها 1, 3, 5, 7, 9, 11 اینا بهتر دیده میشه، چون شما اولی که نگاه میکنی صفحه 1 رو میبینی، اینجوری میکنی صفحه 2 رو میبینی. اینا اگه بذارن اونور، اینو شنیدم ولی مطمئن نیستم چون تو کار نشریه نبودم. خلاصه اینجا ایشون نشون داده که چندین ایمیل نوشتن و ایشون هم جواب داده. حالا من نمیدونم ما این به اصطلاح ایمیل ها رو بخونیم یا نخونیم. آقای افشارها هم پیام گذاشتن، ببینیم پیام ایشون در رابطه با برنامه است یا در رابطه با برنامه خودشون. آقای دکتر عقیلی نه تنها 100%، هزار در هزار و میلیون در میلیون موافق هستند. کاملا فرمایش ایشون درست هستش و خیلی 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 کامل و جامع ایشون فرمودن. بنده هم در این مورد نظر ایشون رو دارم، دقیقا مشابه ایشون، ورد بای ورد. قربان شما افشارها. بسیار ممنونم از شما. و ما یه فامیلی داشتیم، این هر وقت میخواست خیلی یه چیزی رو به اصطلاح بگه موافقم یا تأکید کنه، میگفت 100 در 1000. یعنی این دیده بود که مثلا شنیده بود که 100% خیلی زیاده، بعد میگفت که 100 در 1000، نمیدونست که این 100 در 1000 میشه 10%. امروز شما فکر کنم چون پشت تلفن بودید اشتباه کردید آقای افشارها. وقتی شما میگید 1000 در 1000 یا میلیون در میلیون، از لحاظ نسبت بنویسید 100 روی 100 مساویس 1000 روی 1000 مساویس میلیون روی میلیون مساویس روی تریلیون روی تریلیون، بازم میشه 1. ولی از این که با آقای عقیلی پور موافقت کردید و نظرتون رو گفتید من ممنونم. و ببینید وقتی که یه تلویزیونی باز باشه بذاره مردم صحبت کنن، نظراتو بگن، یه چیزی رو که اصلا من به فکرم نمیرسی آقای عقیلی پور عنوان کرد، میگه اوکی شما مگه نمیگید هر کسی رفته ایران
اگه میخواد بیاد باید ویزا بگیره و ما اذیتش کنیم و فلان، ما هم ایرانی میگیم هر کسی رفته اسرائیل باید بیاد از یه فیلتر مخصوص رد بشه. و همه اینها باورتون میشه دوستان، همه اینها از نماینده ها تا رئیس جمهور آمریکا اگر تأییدات صهیونیستا و اسرائیل نباشه، حتی تو خیابون پنسیلوانیا اونیو تو خیابون کپیتال هم راهشون نمیدن. یعنی اینقدر اونا اینجا نفوذ دارن. چگونه؟ حالا حتما شما میگید آقا اینا که 5-6 میلیون نیستن. اولا این رو هم آقای اجلالی گفت، یه دوستی به من گفت که کلیمی ها از زمانی که هیتلر رفت، چون اینها میدونست که کلیمیه کی نیست، گرفت و شماره زد و رو دستشون خالکوبی کرد و رو لباسشون ستاره داوود زد و اینها، یاد گرفتن که یک شبکه مخفی داشته باشن که حتی دینشون رو نمیگن و خیلی از اینها با دینهای دیگه‌ای دارن کار میکنن. چقدر درسته من نمیدونم. اون وقتا هم گفتن الله اعلم، یعنی خدا میدونه. خب امروز یک، اگر آقای افشارها که صحبت میکنن وقت اضافه داشته باشیم، حدود 16 دقیقه یک ویدیویی از مهندس سهراب چمنارا که در رابطه با کتابشون سفری به حقیقت صحبت کردن با رادیو همراه آقای جاوید، آقای فرخ جاوید، یکی از اونایی که کارش واقعا قشنگ و زیباست، براتون پخش میکنیم. و شما دوست عزیز وقتی این ویدیو رو میبینی، این ویدیو نبوده، این دیروز صبح آدیو بوده، رادیو بوده، صدا بوده. آقای چمنارا فرستادن، عکسهایی رو هم فرستادن، ما اینجا تبدیلش کردیم به ویدیو و میتونید شما به صورت ویدیو ببینید. شما هم میتونید اگه با یه رادیوی صحبت کردید، خودتون یه جایی صحبت کردید، نوار قدیمی دارید که فقط صدا هست، ما این رو به این صورت براتون درست کنیم. اجازه بدید از آقای محسن نژاد تشکر کنم که ایشون خیلی قشنگ ایمیل ها رو پاسخ میده. هر وقت ما یه چیز می‌نویسیم، چه مخالف چه موافق، با احترام کامل نظر خودش رو میگه و نظر ما رو هم تحمل میکنه. چون این تحمل کردن و تأمل کردن و در موردش فکر کردن ما ایرانی ها اصلا تو خطمون نیست. و ایشون یک نامه ای رو دیروز برای من فرستاد، یه ایمیلی رو که نوشته بود فلان زندانی، آقای حالو از داخل زندان یه شعری گفته که اگه وقت بشه من براتون می‌نویسم. من میگم آقای محسن نژاد ببین، یه چیزی میگن، حالا نمیدونم اونو بشه اینجا استفاده کنیم یا نه، که میگن تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگاه بگویم که تو کیستی. ما حرف شما رو قبول داریم. زندان‌های ایران اینقدر آزاده، طرف بردن اونجا، کتاب و مشق و کاغذ دادن، شعر نوشته، اینم شعر آورده بیرون و روی اینترنت پخش شده، اینقدر آزاده که موقع مدرسه میرن بیرون امتحان میدن، موقع دندون پزشکی میرن دندونشون درست کنن، موقع جراحی میرن جراحی، یا اینقدر پدر سوخته ها شکنجه میدن و میکشن و آزار میکنن و تجاوز میکنن که بعضیا میگن. شما به من بگو کدومش درسته. شما نمیتونی یه وقت بگی دو دوتا میشه 8 تا، ولی امروز دو دوتا میشه 3 تا. نمیشه یه آقایی بیاد نوار نشون بده، پیرنش از من اتو کرده تر، تمیزتر. نمیشه زندانی ها رو نشون میدن عکسشون، والا از این پارتی هایی که ما تو آمریکا داریم، تو آپارتمان ها 40 نفر جمع میشیم، وقتی هم میخوایم عکس بگیریم یا طرف از پنجره میفته پایین از بس عقب عقب میره، یا ما هممون بار رو سر کله هم دیگه باشیم، تو زندان با اون لباس های شیک وایسادن عکس گرفتن. نمیخونه آقا. وقتی نمیخونه، الان یه خانمی رو هفته پیش داشتن محاکمه میکردن، این شوهرشو کشته. بهش میگن که آقا خانم، همه این همسایه ها میگن شوهر شما یه شخص بسیار خوبی بوده، آدم مطمئنی بوده، چرا کشتیش؟ میگه این خیلی تو خونه اذیت میکرد منو، خیلی منو میزد. میگن خب اگه میزد، چرا تو که اینجا آزاد بودی، اینکه نبسته بوده 10 سال تو زندان بندازته، آزاد بودی، چرا نرفتی به پلیس بگی؟ چرا نرفتی به خانوادت بگی؟ چرا به دوستای نزدیکت نگفتی؟ نمیخونه. اگه دوست داشتی محسن گل،
یه وقتی مهمون من باز regarding your PS politics is about power sometimes power is the hand of mass population since revolution mullah grabbed the power by mass. نه اینجوری هم نیست که شما میگید از این که قدرت دست ملاست با شما حرفی ندارم موافقم ولی از این که ملا تونسته مردم رو دور خودش نگه داره هر وقت خواست بکشتشون بیرون هر وقت میخوان بیان رأی بدن اونجا من و شما کم آوردیم من و شما همین که هی میگیم هیچ کس باهاشون نیست همین احمق قهرمانی نمیدونم کالیفرنیان انگلستان اصلا نمیدونم کجاست برای من مهم نیست همین این اگر میدونست که آقا اونا اقلا سیب زمینی میدن برنج میدن یارانه میدن نوشابه میدن اتوبوس میارن طرفو میارن شما نگو اینها نمیاد کسی نگو همه مخالفن اگه همه مخالفن خب احمق چرا نمیری دست این آقا رضا کوتوله رو بگیری ببری اونجا دوتاتون هم ماشاءالله عین دو قلو از بس چلو کباب خوردین دارین میترکی چرا نمیری پس دروغ میگی مشکل من اینه و الا این تفسیری که شما میکنید بله اگر قدرت دست مردم باشد آقا اونم خراب میشه آقای کاظم افشارها دکتر کاظم افشارها صحبت کردن آقا این دموکراسی به این سادگی هم که من و شما میگیم نیست دموکراسی اگه یه نفر ندونه چجوری مطالعه کنه درباره سابقه گذشته یه نفر همون که سابقه میگیم یعنی گذشته یه نفر سابقه یه نفر این رأیی که میده بر اساس اون دقیقه هست که اون طرف حرف زده اگه اون طرف کلاش باشه سیاستمدار باشه دروغگو باشه بتونه این رو گول بزنه نرمیده پس رأی آدم ها مهم نیست باید بگردین دنبال رأی اونایی که واردن حالا تو آمریکا همینایی که میخوان برن ایران ازشون سوال کن آیا تو آمریکا یه نفر یه رأی داره نداره دوستان یه نفر تو آمریکا یه رأی نداره خودشون میگن هر 3 دلاری هر 1 دلاری یه رأی داره چون هر چی پول خرج کنن هنوز تو هنوز آمریکا دیگران میرن به نمایندگی مردم رأی میدن برید بخونید راجبش ببینید سیستم رأی گیری آمریکا چگونه است بله به نظر منم باید تو ایران وقتی یه کسی میاد اولا برای که دیگه هر کسی نیاد تو دیدیم ما شوخیایی که میکنن اینها بله چش بله اگر یه دوستی نوشته که اون ایمیلی که من فرستادم بله با آقای عقیلی موافق و نظر ایشون رو گفتن عالی است و گفتن که بعداً با ما صحبت میکنن ممنون و متشکر چی داشتم میگفتم بله منم موافقم برای اینکه هر قصابی بقالی نمیخوام توهین کنیم به اونها برای سرگرمی و برای که تو تلویزیون باشه بلند نشه بیاد رأی بگیری باید مثلا بگن آقا اقلن 3000 نفر 2000 نفر 50 نفر تو را قبول داشته باشن که ثابت کنی 6 ماه اینجا زندگی کردی شرایط این کوچه رو میدونی این خیابون رو میدونی بعد اگر یعنی یه جایی باید یه حدی بذارن ولی نه این که بگه آقا این آقا گفت که نمیدونم پسر خمینی رأی نداره بیاد حق نداره بیاد پسر نوش هم حق نداره بیاد آخه یکی بپرس تو کی هستی دیروز باز روی اینترنت و اینها بود مخصوصا دوستی داریم به نام وحید چیزای قشنگی می نویسه البته بعضی از این کله خشکا توی فیسبوکش میان و اینم نمیتونه کنترل کنه What you did was excellent why it cut off had anything to do with flan I would نمیدونه آهان یکی از دوستانی که توی انگلستان هستن و یه وبسایتی رو دارن که تلویزیون‌های مختلف رو میذارن سریال‌های مختلف رو میذارن اینها من باشون تماس گرفتم گفتم که مردم تیوی قبلا اونجا بود چرا نگذاشتین گفتم برای که سیستم ما الان RTMP شده Real Time Media اگه اشتباه نکنم پروتکل و این همونی که شما با تلفن با آیپد با کامپیوتر با لپتاپ با هر چی بگیری خودش میفهمه عوض میکنه و به من گفت شما مگه اینجوری کنی باز میذاریم و اینها خیلی هر کسی بود نمیدونم خیلی مؤدبانه و خوب و هلپفول یعنی کمک میکرد و اینها و ما زور خودمون رو زدیم میدونید دیگه وقتی میرسی به 59-60 دیگه باز زور بزنی تا یه چیز جدید یاد بگیری و وصل کردیم و اینها بعد دیدم نه داد بیداد فقط این یه دونه نیست که مثلا ما یه پروگرامی رو بخریم 130 نوشته بود 130 110 یورو 130 دلار آمریکا مسکه
گفتیم خب اینو میخریم دیگه. حالا چی میگفتن؟ یه چیزی هم میگفتن مرگ توش. بعد دیدیم نه، اونو که میخریم، پروگرامی هم که خریدیم $1,100 دیگه با اون کار نمیکنه، باید بری یه پروگرام دیگه بخری. یه تبلیغ اینجا میکنه طرف، میگه ما به همون اجازه بده بیایم تو خونتون یه دونه ویندو مجانی بهتون بدیم، بعدم میریم. شما 60 روز وقت داری که به ما زنگ بزنی، باقی ویندوهات هم برات مثلا بیام نو کنی با این قیمت خوب. اگه 60 روز بیشتر شد دیگه این سل از بین میره. نمیگه بعد 60 روز میام این ویندو این پنجره رو میکنم میرم. ولی ببین چقدر اینا کار میکنن رو مارکتینگ. میدونه که اگر این ویندو رو آورد گذاشت، شما صدای باد از اون کهنه ها میشنوی، این قشنگ نو تمیز سفید، اون یکی قهوه‌ای شده، شیشه هاش وسط هوا رفته، میاریش بالا فنرش صدا میده، قفلش گیر میکنه، قن 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 قن، همش فکر کنه الان میشکنه شیشه ها، زنگ میزنی عوضش میکنه. حالا داشتیم راجع به چی میگفتیم؟ آها، این ماجرای یه چیزی رو عوض کردن تو این سیستم، ما اون وقت مجبور میشیم تمام چیزامون رو عوض کنیم. به این دوستم گفتم ببین آقا، من 20 ساله کم کم دارم این کارو انجام میدم و یه سری منو میشناسن، برنامه‌های زنده‌مو میدونن کجاست. اولا دوستان، اگه این ویدیو رو شما از کامپیوتری میگیرید که ویندوز روش هست، دارید از یوتیوب نگاه میکنید و موقع برنامه زنده نمیتونید، هیچ اشکالی از ما نیست، اشکال از براوزرهای شماست. دیروز یکی از دوستانمون تماس گرفت، آقا برنامه قطعه. گفتم والا نیست، چه کار کردی؟ معلوم شد کامپیوترش رو از ویندوز 8 کرده ویندوز 10. این آقای بیل گیت از بس فکر پوله یادش رفته بابا چیزایی که رو ویندوز 8 داشت براش بیار رو ویندوز 10. حالا این بنده خدا یکی یکی باید بره تو کوچه پس کوچه ها دنبال اون پروگراما بگرده، پروگرامر هم که میاری میذاری باز کار نمیکنه. اگر کسی فکر میکنه من مزخرف میگم، چرا این گویا این میدان الان بهتون نشون میده. بذارید این از این Picture for Life Program. ببینید دوستان، من که اینو ننوشتم خودم، این رو فایرفاکس نوشته. ببینید بخونید. ممنونم، یه دوستی داشتیم اینو برای من فرستاده بود، وقتی ما هی گفتیم بیننده ها مشکل دارن، گفت آقای سوربی شما به اینها میگی اد آن یا پلاگ این بذار، فقط به این سادگی نیست، پلاگ این رو هم که اینستال میکنه بعد باید بره توی پروگرامینگ. ببینید ها، وقتی هم میری تو پروگرامینگ چیز، وارنینگ بهت میده مواظب باش کامپیوترت میریزه به هم. خب خیلی ها این وارنینگ رو که میبینن میترسن بهت میکنن میرن، ولی این دوست ما چون به ما یاد داد، ما هم حالا به هر کی که میخوایم یاد بدیم یا براش درستش کنیم میگه اینجوری، میگیم اوکی. ببینید پروگرامره که میذاری این روز اولی که نصبش میکنه برای شما مینویسه غلط، فالس، بعد شما باید بری بگی درست، عوضش کنی. خیلی ها بلد نیستن، وقتی این کارو میکنی بعد جایی برای سیو نداره، شما هر چی نگاه میکنی میبینی خب دکمه نیست، میگی اوکی دیگه سیو شده، میای بعد که میخونی. بذارید باز بهتون نشون بدم، ببینید اینا چقدر واقعا ملت. ببینید نوشته برای سیو شما باید بری از اینجا، این علامت خاموش روشنه، ببینید این علامت یه همون صفر یا یک داخلشه، یا علامت یه دکمه است که شما انگشتتو میذاری خاموش میشه وقتی کامپیوترتون گیر میکنه و اینها نگه میداری. آخه بابا جون یه آیکان، یه باتن، یه دکمه، یه چیز میذاشتی سیو، چرا دیگه مردم رو میفرستی تو این کوچه پس کوچه ها؟ این بود که ما از خیرش گذشتیم. در صورت این دوستمون از اون وبسایت که اگر ما راه افتاده بود، من تبلیغشون رو مجانی چند ماه میذاشتم که ما هم تشکر کرده باشیم، نوشته که آقا خوب بود و داشت کار میکرد، چرا استاپش کردی؟ گفتم برای که اولا بلا فاصله دیدم باید یه کامپیوتر دیگه داشته باشم که اون روی ستینگی بذارم، اون روی ستینگ دیگه، یعنی $1,000 $2,000، چون کامپیوترهایی که ما اینجا میخریم مثل کامپیوترهای شما نیست که میخریم $300 $400، باید کردیت کارت، باید ویدیو کارت قوی و بزرگی داشته باشه، باید خود پروسسورش خیلی فست باشه. مثلا ما الان چیزی که استفاده میکنیم Core i7، این بنده خدا تیمور لنگ آی وقتی میبینم رفته یک کامپیوتر ایسوس خریده گذاشته اونجا، معلومه تو سر خریده $300،
بعد نصف شب خاموش میشه 100 تا پنجره روشه، بعدم مینویسه ایسوس. آخه ایسوس به درد نمیخوره، شما باید بری اوردر بدی مادربورد، بری بدی کور آی 7، بری بدی نمیدونم ویدیو کارت حداقل 4 گیگابایت، بعد بری بگیری رمش حداقل 16 تا 32 گیگابایت. حالا وقتی من اینجور صحبت کنم بعضیا فکر کنم من خیلی بلدم، نمیدونم که بابا منم بلد نیستم والا، این چیزا ما رو مجبور کردن و به این روز انداختن. خب من ببینم اصلا برنامه ما ضبط میشه یا داریم برای چی میگن همینجوری صحبت میکنیم. ساعت 2:35 بله برنامه اونم ضبط میشه، ساعت 3 بعد از ظهر یعنی 25 دقیقه دیگه با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود. و من باز این دو سه روز هم چون دیدم دوستان خیلی لطف میکنن و فرستادم ایمیلایی که اونا فرستاد بودن رو فیسبوک که فرستاد بودن اینها، ولی از آقای افشارها خواهش میکنم که یه ایمیلی اگه ایمیل خودشون مسئله ساز نیست بذارن روی صفحه، اگر اون ایمیل اشکال داره همین الان یه ایمیل درست کنید روی جیمیل، بهترینه روی جیمیل، کاری هم به وبسایت خودتون اینا نداره، ارتباطتون باشه روی جیمیل، روی یاهو، روی هات میل، حتی اگر پول هم سالیانه بدید 20 دلار مالکیت این ایمیل مال اونهاست. مثل که شما برید توی مکزیک، میدونید مکزیک بعد از جنگی که با آمریکا کرد و کالیفرنیا رو از دست داد تازه دوزاریشون افتاد، الان شما اگه بری زمین بخوای بخری به شما زمین نمیفروشن، ولی خونه اگه بخری به شما اعیانیشو میفروشن، اونم نه به شما، یه شرکتی میخره مثل اوقاف بود، میگو این زمینه اوقافه، شما میتونی بیای اعیانی بسازی 99 ساله و مثلا سال یه تومن هم ازت اجاره میگرفتن که یادت باشه صاحبش نیستی. مکزیک هم این کارو میکنه، شما حالا یا تو همون سیستم خودتون چون شما وبسایت داری، سرور داری، احتمالاً هوستینگ داری، وبسایتتون من دیدم، یا توی اون یه ایمیل دیگه درست کنید، یا روی جیمیل یه ایمیل درست کنید مثلا afsharha2016@gmail.com یا یه چیز دیگه بالاخره که هم ساده باشه. این آقای ضیا مصطفی زاده خیلی قشنگ یه ایمیل درست کرده بود، ضیا 1342 یا 1347، 5 سال پیرت نکنم، در هر صورت خیلی ساده بود، مردم هم به خاطر میسپارن، اون وقت روی ویدیوتون هم میذاریم تا باهاتون تماس بگیرن، یا اگه شماره تلفنی دارید میتونید گوگل وایس بگیرید، اونم مجانیه، هم مردم میتونن تکست بفرستن، هم میتونن پیام بذارن، هم شما اگه نشستی اونجا کاری نداری میتونی جواب بدی. اینا دیگه این روزا خیلی آسون و راحت شده. پس من امروز یا بعد از برنامه آقای دکتر افشارها اون 16 دقیقه ویدیو رو میذارم، به احتمال زیاد نه، چون آقای افشارها ماشاءالله وقتی صحبت میکنه خوش بیانه، خود من تازه میخوام بهشون بگم که اگه بشه یه برنامه مستقل و کامل 90 دقیقه‌ای، 2 تا 45 دقیقه مثل فوتبال برن صحبت کنن درباره این مسائل، این چیزهایی که میگن. بعضی روزا ایشون لطف میکنه و من باهاشون صحبت میکنم، یه چیزایی من یاد میگیرم که میگم خب این خوب بود که به مردمم بگیم، مردمم یاد بگیرم، ولی من نمیخوام این وسط بیام 10%، 15%، 50%شو کم کنم و ناقص به شما بگم. همیشه میگن چی؟ آب رو از سرچشمه باید نوشید که تمیز باشه. البته نه سرچشمه آب فلینت میشیگان، آقای فامیلیشو برید نگاه کنید دیگه معلوم میشه مال کجاست. بهش گفتن آقا این آب، این لوله هایی که شما میفرست اینا کهنه است، این موادی که الان دیگه غیر قانونیه، غیر بهداشتیه. گفته که خب ارزون تر میشه؟ گفتن بله. گفته بفرست برو. آقای بهرامی من همین الان یه ایمیل گرفتم well within you، یعنی خوب بمونید با خودتون یا هر چیز، از دیروز تا حالا چند تا از اینا رو من برای شما فرستادم، گفتم اینا همشون هم پولدارن، لطف کن به وکیلت بگو حالا که داری میری دادگستری اینا رو هم بکش تو دادگاه، شاید یه پولی هم از اینا بگیریم، این سربی بیچارم یه پولی گیرش بیاد. در رابطه با پول من خیلی خوشحالم که تنها تهمت و توهینی که میتونن به من بزنن و انجام بدن اینه که سربی پول میگیره، و اگر اینها یکم وجدان داشتن، منطق داشتن، باید از خودشون میپرسیدن آقا اون تلویزیونی که پول نمیگیره
اون سرش تو کدوم آخره. ولی سوربی که آقا شنبه یه شنبه داره ویدیو میگیره، روزای دیگه داره اینجا ویدیو ادیت میکنه، کار میکنه، بعد تلویزیونی هم که داره خیلی تلویزیونی کم خرجه، افتخار میکنم منزل خودم، آفیس خودم، اداره خودم، نه رنتی نه اجاره نه چیزی. آهان یکی دیگه چیزا اینه، مثلا طرف میگه آقا این استودیوهای 1,000,000 دلاری اینا هنوز شعور ندارن، فهم ندارن، تکنولوژی بلد نیستن. که بابا قرن 21مه، اگرم ایرانی باشی که قرن 70 الان، سال 7500 چقدر به ایرانی، و اینا اختراع شده. من میتونم الان این پشت رو ببین برای شما با یه دکمه بکنم سیاه بشیم مثل آقای چارلی روز، ببینید یه دکمه اینجوری هم بد نیستا. حالا این استودیو رو ما یه دفعه میاریم، به جای اون استودیو بذارید براتون این استودیو بیارم، ببینید چقدر اصلا ما نفوذ داریم. اون شعره بود میگفت اگر چرخ دستم رسد، بعضی ها میگن بر چرخ گردون، غلطه، درستش من یاد گرفتم که اینه، اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از اون پرسم که این چین است و اون چون، ولی شما دستت برسه به چرخ گردون که چی نبود، ولی اون میگه که یک کسی هست این چرخ رو میگردونه، این کره رو. خب منی که با یه دو... این همون پروگرامیه که گفتم بهتون 1,100 دلاره، 1,100 دلار کار 100 تا ویدیو و چندین دوربین و چندین کامپیوتر رو این انجام میده. من یادمه 14 نفر در تلویزیون رنگارنگ، نه ببخشید 14 نفر در تلویزیون FPA کار میکردیم تا یه برنامه نیم ساعته رو ببریم رو ایر. الان من اینجا نشستم، کیفیت و تصویر و کوالیتی و اینها 100 برابر بهتر از اونجاست. اگر یه روزی وقت کنم بهتون نشون میدم که کیفیت اونجا چجوری بود، چقدر خوشحال بودیم که میتونیم بریم روه. ولی خب وقتی طرفت احمق نادونه، دو تا انتخاب داری، یا کم محلیش کنی، اون ضرب المثل جواب ابلهان خاموشیست، یا اینکه وایسی هی سرتو بزنی تو دیوار. با اون بحث کردن مثل این مونه که سرتو میزنی تو دیوار، فایده ای نداره. اینم از این. دوستان عزیز لطف کنید وقتی برای من ایمیلی میفرستید، همون بالا قبل از سلام بنویسید این ایمیل فقط برای خودتون. من بعضی وقتا ایمیل ها رو 4 خطش رو میخونم، 1 خطش رو میخونم، موضوعش رو میخونم، میبینم جالبه، میفرستمش توی پوشه برنامه زنده. اون روز اتفاقا ایمیل آقا منصور رو خوندم، آخرش که رفتم نوشته بود احتیاجی هم نیست این رو بخونید، که بعد گفتم ببخشید، چون من برای خودشونم روز قبل نوشته بودم که من الان نمیخونم، دارم میرم واشنگتن، فردا تو برنامه میخونم، ای کاش برام نوشته بود که نخونید. درصد مهم نیست، چیز مهمی نمیگیم که، ولی اگر هزیتیت میکنید، خودداری میکنید، نمیخواین، همون بالا اگر پیام میذارید، همون اول، حتی قبل از سوربی سلام، قبل از الو تلویزیون مردم، بگید که این پیام برای خودتون هست، لطفاً پخش نکنید. من تا اینجا رو که شنیدم دیگه هر چی باشه پخش نمی کنم. اینم از این. خب و اما بهتون گفتم امروز 5 ماه فوریه است، سال 2016 میلادیه. اگه سال 2015 حمایت نکردید، کمک نکردید، اگه ماه ژانویه کمک نکردید، اگه اول ماه کمک نکردید، اگر به ماه ایرانی کمک نکردید، الان 16 بهمنه، یعنی یه 14 روز، یه 29 روز، یا این ماه هم این سال 30 روز است، مسکه 44 روز به آخر سال فرصت داریم. اگر میخواین حمایت کنید، حمایت کنید، ازتون ممنون و متشکرم. و اما بریم بهتون اینا رو نشون بدم، اون کتابی رو که گفتم آقای، اولا ما دیگه چون فیسبوک شخصیم 5,000 تا رو بیشتر قبول نمیکنه، و بازم هی احمقانه برای من مینویسه فلانی ها درخواست کردن. خب آقا خانم فیسبوک، شما که به اون نوشتی این 5,000 تا دیگه بیشتر شده، چرا برای من میفرستی؟ برو محدودیت 5,000 تا رو بردار، بکن 7,000 تا، 10,000 تا، برو یه دکمه بذار convert to fan page که فوری بریم اونجا.
نه ای که وقتی میریم میگیم میخوام برم فان پیج بشم، دوستان بیشتری بیاد، بگه اوکی برو فیسبوک تو دانلود کن، برو این کار کن، برو توی اون لینک، برو توی اون لینک. وقتی میریم یه بارم یکی تلفن میزنه اصلا یادمون میره داشتیم چیکار میکردیم. این کتابه، معرفی کتاب سفری به حقیقت و داستان تصوف، دیدگاه سهراب چمنارا از پیدایش تصوف و معرفی آن در فرهنگ مدرن غربی در کتاب سفری به حقیقت. من اینو یه ساعت پیش گذاشتم دوستان، تا الان 360 یا 57 بذارید ببینم درست بخونم اینو، 367 نفر رفتن این رو دیدن. حالا خب بعد یه ویدیو رفتن دیدن شنیدن هرچی، ولی نظر من نمیدونم چرا دوستان میترسن نظر بدن. چرا؟ همون چیزی که با آقای اوسانلو گفتم. آقای اوسانلو وقتی شما میای وبسایتی درست میکنی، بعد شایعه میندازن که آقا اینایی که میان اینجا، آقا یکی به من میگه که شما صاحب مردم ریپورت هستی؟ گفتم بله، مردم ریپورت دات کام مال تلویزیون مردمه. گفت آقا گفتن هر کی میاد اینجا آی تی و نمیدونه آی پی و ایناشو میگیرن. گفتم نه عزیزم، ما اولا ویزیتور اونچنانی نداریم و اگر میگید اون مردم ریپورت دات نت، اونو من نمیدونم، ولی اون شخص ناشناسه، سالهاست اصلا هیچ که اگه تو خیابون ببینیش، اگه تو فروشگاه ببینیش نمیشناسیش، برید با گوددی با وبسایت ها تماس بگیرید ببینید چه جوریه. خب کتاب آقای چمنارا رو گفتم، درخواست 3 نماینده جمهوری خواه. آها بذارید من بهتون نشون بدم این 500 خورده ای در چند ساعت. ببینید نوشته 367 آمدن ولی 32 نفر نگاه کردن. خب اینم من نمیدونم حقیقتاً چجوری میشماره. ببینید ما اینو یک ساعت قبل، ببینید اینجا نوشته، هایلایتش کنم براتون، نوشته یک ساعت قبل گذاشتیم، بعد بیان اینجا ببینید نوشته 367 نفر بهش رسیدن، نمیدونم چیکار کردن، ولی 32 نفر تماشا کردن. حتی رو این اگر شما کلیک کنی باز بهت آمار میده، میگه که چند دقیقه نگاه کردن، از کجا بودن. میدونید همش شده آمار و ارقام. آیا این آمار و ارقام در زندگی به ما کمک میکنه؟ حقیقتا بعضی وقتها نه، بعضی وقتها فقط دست و پاگیرمون شده. و اما درخواست 3 نماینده جمهوری خواه کنگره برای سفر به ایران در ایام انتخابات. من اول فکر کردم انتخابات آمریکا رو میگه، ولی خوندم مقاله رو، این رو رادیو فردا، میدونید دیگه از بین رفته. اینه که من به دوستان میگم دوستان شما نگو من مینویسم میذارم تو فلان نشریه، بنویس بذار تو اون نشریه، آدیو ویدیو هم درست کن بیا تو این رادیو تو این تلویزیون پخش کن. این رادیو فردا ببینید الان قسمت چیزای، ببخشید من خیلی تند اینو جابجا کردم، این ماوس ما، موش ما خیلی سرعت داره. بله ببینید عکس این ستا رو گذاشته، ستا از تندروا، ستا از اونایی که به مردم میگفتن نه پول مجانی میدید به ایران، اینا گروگان گرفتن، این کار نکنید اون کار نکنید، حالا میخوان برن ایران. حالا چیه؟ از خودگذشتگی میخوان بکنن؟ به قول آقای عقیلی پور، پاسپورتاتونو بیارید. اگر در 30 سال گذشته رفته باشید اسرائیل، آقا به شما اطمینان نمیکنید. دوستان نگاه کنید، این پرچم جمهوری اسلامیه، این تابلو دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران. بله اینم میبینید اینجا رفتن حتی کنارش وایسادن عکس گرفتن. نوشته گزارش ها حاکی است که 3 نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که با حضور در دفتر حفاظت، نوشته حافظ، دفتر حافظ من، درسته دفتر حافظ، دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران تقاضای روادی کردم. به گزارش وبسایت روزنامه هیل، میدونید کپیتال هیل همون مجلس اینا رو میگم، این عضو جمهوری خواه کنگره همزمان با تقاضای روادی در روز پنجشنبه 15 بهمن ما، یعنی دیروز، امروز 16 بهمن، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده سپاه از آنها خواستند به درخواست روادیدشان توجه کنند. مایکل، درست نمیتونم بخونم، پامینو پامپو از ایالت کانزاس، لی ریلدین یا زلدین از ایالت نیویورک، فرانک لوی باندا از ایالت نیوجرسی گفتن هدف اصلی آنها از این سفر مشاهده انتخابات ایران از نزدیک است.
آنها در این نامه گفتن هدف اصلی ما از این سفر مشاهده انتخابات شما در هفتم اسفند ماه است. این یک روادید تاریخی است. ما مایلیم چگونگی دموکراسی ایرانی را از نزدیک مشاهده کنیم. مایه شرمساری خواهد بود که هیچ آمریکایی این فرصت را نداشته باشد که برای نخستین بار در تاریخ حکومت روحانیون بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات سهه بگذارد. نظر شما را در این مورد می‌خوایم بگید که اگر شما باید به اینها ویزا میدادید یا نمیدادید چه میکردید؟ من به نوبه خودم میگفتم من بهتون ویزا میدم به یه شرط: اول برید الگو رو برگردونید بیارید 8 سال به جای این جورج بوش احمق که دنیا رو ریخت به هم رئیس جمهور کنید، بعدن من بهتون ویزا که میدم. هیچی، نه فقط تهران، هر جا خواستید برید شما فقط اسم ببر، با هواپیما، با هلیکوپتر، با ماشین میبریمتون اونجا. چرا ببرم تو تهران؟ چرا ببرم تو جاهایی که خودمون میخوایم نشونتون بدیم؟ هر جایی شما گفتید میبریم. بعدم از همه اینا گذشته، مگه ما کشور مستعمره شما هستیم؟ اگه میخواید غلطی بکنی به سازمان ملل حتما یه چیزی دارن، نظارت بر انتخابات، تماس بگیرید، اونها بفرستن مامورانی رو. خلق گرسنه، آتش افروزان، خدا را شرم باد از کارتان، خون به پاشد روز شب از گفته و کردارتان، کودکان جان می دهند و خشک باشد سینه ها، قوطی شیری به جا مانده است در انبار، قوطی شیری به جا مانده است در انبارتان، کودکان را نیست قوت از مادران بیرمق، خشک باشد خاک فقر از ابر بیرگبارتان، پرشقاوت جانیان لاف عدالت تا بکی، خون چکد از پنجه های تیز آدم خارتان، نان مردم را سلاح جنگ و غارت می کنید، نام دین آرید و شرمی نیست از دادارتان. بزنی آخرش کسی، بله، آقای رضا افضلی این شعر رو گفته. چه عجب یه نفر پیدا شد اسمش رو پای شعرش بنویسه. امیدوارم بیشتر و بیشتر این اتفاق بیفته. اگه کسی این شعر رو میخواد یا از آقای مهدی ذوالفقاری بگیره یا برای من ایمیل بزنه بگه این شعر رو بفرست. شعر نسبتاً طولانیه، آخرین دو بیتیش یا چی میگن وقتی دوتا چی هست، این همه پول و طلا را بهر که پنهان کنید، که شود با عمر کوتا گنج زهرمارتان، دیگر این خلق گرسنه نان طلب دارد نه جنگ، سرجویان اگر سرجویان گر صداقت هست در گفتارتان. خیلی هم خوب، زیبا، شعرها قشنگ، ولی آیا گوش شنوایی هست یا نیست؟ حالا اگه گوشی هم باشه آیا عمل میکنن یا نه؟ بعض وقتا این نامه هایی که بین دوستان میاد و میره، بعد یکی یه چیزی رو مینویسه، خب ما میبینیم خیلی مهم نبوده، رد میکنیم میریم، بعد یکی یه پاسخی میده به اون، میبینیم مهم میشه. آقای آریانپور به دوست خوبمون پاسخ داده، نوشته: علی گرامی عزیز، این پل در سال 1335 ساخته شد، البته اگر صنایع نفت به وسیله دکتر مصدق و یارانش ملی نشده بود، دولت انگلستان به ایران اجازه نمیداد سرزمین اصلی ایران به جزیره آبادان که در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود متصل شود. تا زمان ملی شدن نفت ایران حتی آبادان فرماندار و ادارات دولتی نداشت و همه امور جزیره را شرکت نفت در اختیار داشت. بخش عمده هزینه ساختن پل را ماکان و تجار خرمشهر تأمین کردند و بقیه هزینه را از درآمد گمرکات خرمشهر و آبادان تأمین کردند. فرمانده نیروی دریایی در آن زمان دریابان شاهین بود که در عکس پشت سر شاهنشاه ایران دیده می شود. آقای آریانپور، شاهنشاه غلط، شاه با کمسوادیش، با نادانیش و همجور باباش شاهی دیگه نداشتن. آقای اوباما شاهنشاهه، هر ایالتی یه شاه داره، ایشون شاهنشاهه. شاه بود، شاه ایران، پادشاه ایران، شاه شاهان نبود. وقتی ما میگیم شاه شاهان باید بگیم بله کوروش بود توی اون منطقه، نمیدونم بردیا و کمبوجیه بودن و اون نمیدونم حاج غلام بود و فلان بود و اینها، اینم شاه شاهان بود. شاه چون سواد نداشت نمیفهمید که دارن خرابش میکنن. شاهنشاه نبود، شاه بود، بلدم نبود شاه باشه.
آمده بود این همین قهرمانی دیوانه برای من فرستاده بود، انقلاب سفید 1341. آخه این احمق نرفته بخونه که ببینه این رو کندی انداخت تو دامن شاه و چه زغال گرمی بود، آتیش زد بیچاره رو. چه انقلابی اگر مملکت داره درست پیش میره که انقلاب نمیکنن؟ بله رفراندوم میکنن درباره یه چیزی، نظر مردم رو میپرسن. کسی که نمیاد بر علیه خودش انقلاب کنه، انقلاب سفید شاه و مردم. من نشنیدم جای دیگه کشور دیگه همچین غلطی کرده باشه. شما شنیدید؟ بعدم تمام چیزاش به بنبست خورد که کشاورزی رو از بین برد، این بیچارهایی که بله رعیت بودن کار میکردن، اقلا شب تو خونش میخوابید، زمینشون داد بلد نبود دیگه، از جایی بانکی فلان زمینه رو فروخت به همون فئوداله، بلند شد اومد شهر، اومد شهر چه کار کرد؟ آقای قهرمانی هر وقت آدم شدی بیا باهات صحبت کنیم، ببینیم کدوم یک پسره رو از توی شهر بلند میکنن بدون حقوق، میبرن 6 ماه پاتو بزن زمین، 1 2 3 4 سه ماش اونجوری، سه ماه هم آبه آ بابا برو حالا درس بده. شب طرف بلد نیست درس بده، عشق و علاقه درس دادن نداره. بنده کلاس دهم که بودم یه روز بهم گفتن درس بده، درس که دادم دیدم به چه احساس خوبی داره. از همون موقع رفتم دنبال معلمی، ای کاش نرفته بودم، چون نه حقوق داره نه چیزی. حقوق چه زمان شاه چه زمان شیخ، چه تو آمریکا معلم دبیر استاد دانشگاه حقوق نداره. این بیچاره ها یا عشق و علاقه است که گیر افتادن اونجا، یا اینکه شغل دیگه ای نبوده رفتن اینو گرفتن. بچه مردم میفرستی تو ده، کسی که مثلا تهران بزرگ شده، کسی که شیراز بزرگ شده، میفرستی توی ده، نه چراغ داره نه آب داره نه نون داره نه خوراک داره، بعدم بهش میگی وایس آشپزی کن، چجوری آشپزی کنه؟ و ببینید چی کار کرد، سپاه ترویج و آبادانی درست کرد، به جایی که 4 تا دکتر رو بگی شما که آمدید حقوق ایران گرفتید، بورس گرفتید رفتید، حالا باید بیان یه جایی چند سال خدمت کنید، 5 سال 10 سال تعهد داشته باشید. اینجا این کارو میکنه هنوز، اینجا به طرف میگه اگه میخوای بری دکتر بشی ما بهت حقوق میدیم، یعنی اون اسکالرشیپ بورس تحصیلی بهت میدیم، وقتی دکتر شدی 5 سال باید بری جایی که ما بهت گفتیم کار کنی، اگه نمیخوای باید اون موقع قسط بندی کنی پولتو بدی. سپاه آبادانی و ترویج، طرف بلد نبود چی کار کنه، سپاه بهداشت و فلان سپاه دانش، خراب کرد رفت. اینم انقلاب سفید، یه مش کاغذای هل لوله کرد داد به مردم. از کجا داوردی؟ به ارث بابات بوده؟ بابات که اسب قشو میکرده ارث داشته؟ بابات که ننش گشت زنش نمیدونم کی گشنه. خب برید خونه رضا شاه رو ببینید عکسش هست، ببینید کجا زندگی میکرده. یه دفعه 5010 قطعه نمیدونم زمین دهات و فلان از کجا آورد که بعدم همه رو به یک شاخ نبات بخشید به حضرت حاجی محمد رضا پهلوی شاه ایران. یک کم هم بالاتر نمیشه رفت، شاه ایران، شاه بی سواد ایران، شاه ترسوی ایران. بی سواد بود چون دختر بازی کرد و اینها دعوا کرد، تو سوئیس دیپلم هم نگرفت. ترسو بود چون هر وقت گفتن پخ شلوار خودش خراب کرد، رفت بود و شلوار عوض کنه بردنش بیرون. بذارید ما ساکت باشیم. آقای قهرمانی نه، یا به من بگو مزدور. مزدور شاه بود، مزدور پدر شاه بود، مزدور خواهر شاه بود. صحبت از خواهر شاه شد، اون دوستی که راجع به بهروز وثوقی نوشته بود و من گفتم فکر کنم این شایع است، یقه منو چسبیده و درستم چسبیده. میگه وقتی دوست شما آقای زمانیان میاد میگه که آقای طاهری کشته شده، شما هیچی نمیگی، بعدم که میفهمی کشته نشده به اون اعتراض نمیکنی. اولا ایشون آمده نشسته جلو دوربین میگه من خبر موثق دارم دکتر طاهری کشته شد، من کجا هستم که ببینم کشته شده یا نشد. دوم یه خانم دیگه ای به نام رزماور آمده میگه ایشون کشته نشده،
من از کجا بدونم که کشته شده یا نشده؟ تازه کار من این نیست، مثل این میمونه که ما یه آگهی اینجا بذاریم، یکی بگه پدر فلانی فوت شده، مجلس ختمش اونجا، من بگم نه صبر کنید دوستان، من برم ببینم باباش مرده، ببینم گذاشتنش تو خاک، بعد بیام اینو پخش کنم، تا من برم این کارا رو بکنم که مجلس ختم تموم میشه. دوست عزیز، من ژورنالیست نیستم، من برنامه گذار هستم و مجری تلویزیون. شما میای صحبت میکنی و بارها به همین خاطر میگم من نمیگم. ببخشید بریم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها، ببینیم تماسمون برقرار بشه و امیدوارم که این کامپیوتر و سیستم جدیدشون همه چیز خوب و به خوشی بگذره. الو الو آقای افشارها، لطف کنید صدای تلویزیون رو کم کنید یا ببندید اون پروگرام. الان خوب شد، اجازه بدین اونی که خاموشش کنم. بله بله، ممنونم از شما. خب ببخشید من الان خوب شد؟ بله بخواهش. خب اولا خیلی تصویر خوب عالی. من به دوستانی که صحبت میکنن میگن صدامون خوبه، میگم انقدر خوبه که باید بریم کالیفرنیا خواننده بشیم. آقای افشارها ممنونم از شما. دوستان هم به من گفتن که از شما تشکر کنم. الان رو خطیم؟ بله بله الان رو خط هستیم. دوستان بیننده هم با ما هستن و از این بابت از شما ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، آقای دکتر کاظم افشارها و خود ایشون شاهدن در طی هفته وقتی صحبتی میشه و اینها نکاتی رو که ایشون میگن، من میگم این موضوع خوبیه، بیاین با دوستان بیننده هم در میون بذاریم و این برنامه مال ایشون هست. ایشون هم خیلی قشنگ گفته هر کسی میخواد برنامه خودشو بگیره بیاد پاسخ بده، مردم اینجا نظر میدن و از این بابت از ایشون ممنونم. آقای افشارها من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. با عرض سلام و درود بی پایان بر بینندگان و شنوندگان عزیز همزبان و با تشکر از جناب عالی آقای سربی برای ایجاد این امکانات، عرضم به خدمتتون که ابتدا لازم می‌دونم از مجموعه بسیار زیادی از عزیزان همزبانی که از جای جای ایتی به ما به هر حال ایمیل کردن، چه از طریق حضرت عالی که شما فوروارد کردید و چه مستقیما به خود بنده و تلفن هایی که داشتن، از تشویقات، تنبیهات، یعنی اون آگاهی هایی که باید می دادن، همه این مسائل که بر مبنای رفاقت و وفاق تامه بوده نهایت سپاسگزار هستم. و یکی دو نفر دوستانی هم که اضافه تر و زیادتر به هر حال به ما تنبیه دادن، از اونها هم متشکر هستیم. اما به عرضشون برسونیم که گفت جز سر کوی تو ای دوست ندارم جایی، در سرم نیست به جز خاک درت سودان، بر در میکده و بتکده و مسجد و دیر سجده آرم که تو شاید نظری بنمایی، مشکلی حل نشد از مدرسه و صحبت شیخ، غمزه تا اگر از مشکل ما تا گره از مشکل ما بکشایی. این رو من برای دوستانی میگویم که به هر حال از استرالیا، از جاهای دیگری، از ادیان متفاوته به ما زنگ میزنن و تنبه اضافی به ما میدن، دستشون درد نکنه اما ما دوست میداریم. و مکررن جناب سربی، این رو من در همه جلسات عرض میکنم که ما اعتقاد و التزام نداریم، ولی نهایت احترام هم به فالوورها و هم به اون چیزهایی که اونها ادیان میگویند داریم، همین اندازه هم متقابلا ازشون انتظار داریم، نه بیش و نه کم. اما اگر تصور بکنن که اینها رو ما معادل هم قرار بدهیم، سخت در اشتباهن. زمرد و علف سبز هر دو یک رنگ هست، ولیک این به نگیندان کشند و بان به جوان. انتظار نداشته باشن بنده بین دین مسیح و دین ایکس توازی و تساوی قائل بشن. احترام میذاریم، نه اعتقادی است و نه التزام.
هرگز هم دهندره و یاوه‌گویی و خدای نخواسته عرضم به حضورتون از جاده ادب خارج شدن نسبت به فالوورها نداریم، اما به عنوان یک شخص محقق هر کسی حق دارد که در یک تحقیق ماهوی، یک تحقیق جامع و مانع در موارد متعدد انجام بدهد، که این دیگه سیره شخصی است. پس تشکر از تشویقات و تنبیهات کردیم. در همین جام لازم هست آیه سوری برزتون برسونم که من در خاتمه ده جلسه‌ای که فعلا خدمت شما خواهیم بود و شما اجازه فرمودین و اون دوستان با آن طریقی که من خواستم ساپورت و بهای مادی رو دادن به ما، ای کاش روز اول شما نمیگفتین که افشار خودهاتون با اونها صحبت کنید تا بعد ناظر باشید که اگر آقای دکتری، آقای عرض کنم مهندسی، خانم مهربانی، اینها ارقام 4 و 5 هزار دلار مینیموم پرداخت میکنن و میگن آقا شما اگر میگید 10 ساعت این مبلغ برید تا 100 ساعت هم برسونید، مشخص باشد که با 1 دقیقه رایگان صحبت نمی کنید. این رو من جلوتر به بینندگان عزیز عرض کنم. حالا بعد این دریافتی به چه راهی خرج میشود؟ روزی که جناب سوربی بنده نزدیکتر با حضرت عالی در تماس باشم خواهید دید که چه نوع وصول میشود از این بزرگان و بزرگواران و به چه راهی صرف می شود. اینم یک به هر حال پرانتزی بود که لازم بود باز کنم که بدانن ما بر سر قول هستیم، هم گفتیم می دهیم بچه تلویزیون را و هم گفتیم می گیریم حق خودمان را. دو سه تا مورد جناب آقای سوربی الان در فرمایشات حضرت عالی که گوش می کردن پیش آمده که اینکه فرمودید آقا نمی شود که بگن 2 تا 1 جا میشه، 4 تا 1 جا میشه، 8 تا. چرا؟ میشود. میگوین از یک شخصی که متعلق به یک مذهب خاصی بود که بر عزیزان پوشیده نیست پرسیدن آقا 4 تا چند تا میشه؟ گفت میخوای بفروشی یا میخوای بخری؟ گفت سبحان الله، من دارم سوال میکنم 4 تا چند تا میشه؟ گفت منم گفتم آقا میخوای بخری یا میخوای بفروشی؟ گفت حالا منظور، گفت ها اگر بخوای بخری 4 تا میشه 127 تا، اگر میخوای بفروشی 4 تا میشه 3 تا. اینها قربان سابقه داره، سابقه تاریخی هم داره این مسائل. اگر یک زمانی در قرآن فرموده است ایها الذین آمنوا لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، مراجعه کنیم به تاریخ صدر اسلام ببینید کسانی که از آفن مضاعفه یعنی ربح مرکب، ربح اندر ربح که حالا رسوندنش به ساعتی اینها ربح اکمالیت میکنن واردش نشد و چنان ربحی میگیرن که تا اون ذره المثقال وجود هستی فرد بدوشن، خب مراجعه کنم ببینن چه کسانی در اون موقع ربح از آفن مضاعفه میخورده. بگذن پس بنابراین جد و ضرب هم در مرام های مختلف میتوانند تفاوت کنند. اما فرمودید 100%. جناب آقای سوربی گفت من و انکار شراب این چه حکایت باشد، لااقل اینقدر هم عقل و درایت باشد. در ریاضی قربان وقتی میگن 100%، یا میلیون در میلیون یا 1000 در 1000، این یعنی انطباق تامه، انطباق کامله. وقتی میگن 100 هزار 100 در 1000 همونطور که شما فرمودین اشتباهی است که به حساب افراد یا از سر سهلنگاری یا از سر نادانی بیان میکنه که به معنای 10% نقصان است. اگر کسی هم بگوید میلیون برابر 100 تا، این هم نادرست است، انطباق کامل نیست. انطباق کامل یعنی آن که کاملا این همانی. من وقتی میگم آقا نه تنها 100% بلکه 1000 در 1000 و میلیون در میلیون، یعنی میخواهم بگویم اگر تا 1 میلیون بار هم از من بخواید باز میگم هر پیشان درست است، ولی در واقع همونطور که منظور هست یعنی واحد، یعنی 100%.
اگر بگوییم بیشتر، اون هم نمیشه مطابقه با اون بیشتر شده، چون هم بیشتری عدم تطابق است، هم کمتری. بنابراین اگر من بگم 100% درست است، اگر بگویم 1,000,000 در 1,000,000 هم درست است، فقط اون دلیلی داره که بیشتر میشه که این وارد به اصطلاح ریاضیات میشه که نمیخوام واردش بشم. پس بنابراین مراد همون 100%. مثالی که حضرت عالی آوردین که بعضی ها میگن 10 در 100 در 1,000 و شما گفتین اینجا، خیر، مطلقا اشتباه نبود، یک به اصطلاح قفلت لفظی بود از حضرت عالی که امیدوار هستیم روشن شده باشه. و اما فرمودید ایمیل و تلفن. خانم ها، آقایان، بینندگان، شنوندگان عزیز و گرامی، بنده روز اول هم عرض کردم اگر حتی ایمیل هم از بر نکنید، هم کاظم K-A-Z بزنید تو گوگل در میاد، اگر نه کاظم افشارها. ایمیل رو بنده دادم همون جلسات اول، ولی خب شاید بعضی ها میدارن از چانل جناب آقای سربی بیاد که این واقعا زحمت مضاعف است. من هم خواهش میکنم مستقیما info@kaveacademy.com info@kaveacademy.com این ایمیل بنده هستش. کفر ابلیس هم هست، همه کس بدان است. تلفن هم 905-905-737-51-58 905-737-5158. من از بینندگان عزیز، شنوندگان محترم استدعا میکنم مستقیم باشه که یک دبل زحمت مضاعف نباشه با آقای سربی، آقای سربی ببنده، بنده به ایشون. ثانیاً ذریب اطمینان بالاتر باشه، چون آقای سربی که گل است، گل ناب است. اما هستن کسانی که ما آگهی میدیم در روزنامه ها، مثلا شما آگهی میدین این های 10-12 نفری دارن دوره بر خودشون، میگن آقا اینو بردار، هی زنگ بزن یک سوال جواب، که این طرف بگه به به عجب بابا این ریسپاندی ما گرفتیم از این. خب شما زمانی که مستقیم تماس بگیرید هم این شبهه برطرف است، چه برای شنونده چه برای گوینده، هم زحمت را کم کردید. بنابراین امیدوار هستم دوستانی که نظر نه، خوشبختانه آرزو روی برز برسونم که من خیلی زیاد 53-54 تلفن و ایمیل داشتم که حضرت عالی حدود 8-10 تاشو مرحمت فرمودین، ما بقی مستقیم داده بودن. پس در این مورد هم صحبت شد. حالا برویم به سر مسئلهی که میخواستم مطرح بکنم، موضوعی که ما چه در این جلسه و در چه جلسات آینده خواهیم داشت به اتمام برسونیم، اون رو به نام آموزش استعماری و استعمار آموزشی است که این نکته مورد نظر، مطلب و تایتل مورد نظر بنده هستش که به موقع صحبت خواهیم کرد. و الان هم بعد از این عرایزی که باز در پیش داریم افتتاح خواهیم نمود گفتار. لکن قبل از این مطلب من یک مثنوی درباره تضمینی از مثنوی عرض کنم موش و گربه کردیم که لازم میدونم این رو بخونم. هم یک طیبتی است، هم یک نشانه است از این که انسان کابی و اوقات بیکاریشو یکی میره کلاب و قمارخونه و عرقخونه و این و اون. ما هم به هر حال چیزهایی برای خودمون درج و ثبتش میکنیم. با اجازه 3-4 دقیقه وقت میگیریم و این رو میخوانیم، پاسخی باشد به بعضی از دوستانی که خیلی آقا اغراق میکنن در حق این گذشته، یعنی کمی به هر حال به فکر بهسازی و آینده سازی باشیم. عنوانش القصه است: اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا بشنو حدیث شاه خاموش. بگویم از برایت شرح حالش، که تا عقلت رسد بر داستانش. ای خردمند عاقل و دانا، قصه انگلیس و شاه برخوانا. قصه شاه و لندن ملعون، گوش کن همچو در غلطانا. در غذای فلک رئیس لندانی، بوده قرنها چو شاه شاهانا. شکمش تبل و سینه اش چو سپر،
شیر دم و پلنگ چنگانا از غریبش به وقت قریدن منطقه بر شده پاره پارانا. چون به هر کشوری نهادی پای حاکمش رفت و زد به چاپانا. شاه ایران مصدر قدیمیشان غلطی کرده بود خروشانا، دست بر جیبش نهاده و میگفت آل مستم چو شیر قرانا. میگفت او انگلیس چه خر باشد که کند اروتیز به نفتانا. انگلیس پیش من چو بره بود که سرش برکنم به کاردانا. انگلیس میشنید و دم نزدی، چنگ و دندان بزد به سوهانا. جمع جمعان گوادلوب بشدن از برای شکار شاهانا. در میان بلند بگشتن جمع همچو دزدان به خانه جنگانا. قصه لندن بجست و شاه بگیره چون پلنگان شکار موشانا. شاه گفتا که من غلام تو هم، عفو کن از من این گناهانا. مست ثروت شدم چیزی خوردم، چیز فراوان خورند مستانا. انگلیس گفت دروغ میگویی، نخورد شاه ما فریبانا. میشنیدیم چیزی که میخوردی با رپورترز میان اکسانا. لندن او را بکرد بیرونش، توی عالم شدی سرگردانا. دور دنیا برفت با خفت، بود در هر کجا حراسانا. رهبری بر زنش تمایل کرد، همدنش بر یکی علاقانا. اینجا چون یک بار مذهبی اخلاقی برای بنده پیش میاد توضیح بدم، این عبارت که رهبری بر زنش تمایل کرد همزنش بر یکی علاقانا، اولا در مکتب عشق و علاق و یرفا که ایرادی نیست چون ما زیادتر نگفتیم، اما روایاتی در تواریخ گفته شده هست که نمیدونم ترخص بوده چه کسی بود، به هر حال ایشون اظهار تمایلی داشته است. و این مسئله علاقانا هم باز که ایشان به کسی علاقه داشتن، این هم مطلب تاریخی است. اگر به هر حال خطایی بوده است در تاریخ نویسانش باد، اگر نه ما کلن حلال بودی می طلبیم. رهبری بر زنش تمایل کرد هم زنش بر یکی علاقانا، الغرض محشری به پا بوده است دور عالم به افتضاحانا. رفت جایی باره ای برگشت زار و بیچار خار و گریانا. او مرض داشت لکن اربابش زوده تر به این نمود خلاصانا. آخر الام به مسجد رفایی در امانت بشد به خاکانا. رحمه الله زیر شعر نمیشیم. حالا این قطعه اضافه، هر که با انگلیس جدال کند، این رو من برای سیاسیون دارم میگم، درست برخلاف احمد آقای پزشکزاد، هر که با انگلیس جدال کند شکند شیشه اش به سنگانا. کشورانی عظیم در عالم انگلیس را شدن غلامانا. اتاوا پایتخت کانادا، کمبرا پایتخت استرالیا. اتاوا، کمبرا امارتها، امارات عربی، جملگی نوکرن به لندانا. انگلیس اگر ممضی نکند حرف مجلس نگردش قانونا. ظاهرن اروتیز می دارن، باطنن موشکان به چنگانا. جان من پند گیر از این روداد تا شوی در زمانه دانانا. گر بخواهی شوی عزیز جهان لندنی را مگیر به شوخانا. اینو گفتی تفصیل یک نظریست، این گفتیم ما. به هر حال آقای سربی گهگاه یک اشاره ای بفرمید که من مطمئن باشم، چون به تشکیلات کامپیوتری خودم مطمئن نیستم که همه چیز اوکی هست. چشم. امروز انقدر صدا و تصویر خوبه که از اون دوستانی که کمک کردن این سیستم رو ردیف کردن از قول من تشکر کنید. یک. دوم، من اگر یه اشکالی پیش بیاد صدا قطع بشه و اینها، دیگه مثل قبل چیز فرصت وقت نمی کنم، همون موقع قطع می کنم که شما متوجه بشید. بله بله. مسئله در این بود، عرضم به خدمتتون که مطالبی که میخواستم بگم تشکرم رو کردم، عرضم به حضورتون مطالب رو عرض کردم. ضمناً آقای سربی، من
به عرض همه همزبانان و هموطنان عزیز عرض بکنم که خاک پا هستیم با همون دوستانی هم که از استرالیا و اینها و این صحبت ها به ما مسائلی گفتن مطالبی ایمیل کردن، خیلی مشتاق هستم که صداشون رو بشنوم، صحبت داشته باشیم. و آیه سوربی، من در همه اوقات در هر کجایی که بودیم با توجه و با احترام گذاری به قوانین و مقررات اون سرزمین در هر کجایی که بودیم، برای که بیش از 53 کشور رو بنده رفتم و عرضم به حضورتون که خب طبعا بیت مدتی هم بودیم در اونجا، یک بیت الحکمه یعنی یک خانه حکم کنی اگر 20 نفر آدم بودیم، اگر عرضم به حضورتون که 1000 نفر یک کامیونیتی بزرگ بودیم، میگذارید برای رفع مناقشات، برای رفع مرافعه ها، همون سنت قدیمی کت خدامنشی خودمون، آقا یک جمعیت 100 نفری هستیم، سربی هست، افشار هست، حسنزاده هم هست، ادهی خیلی راحت همونجا حضورن انتخاب میکنن، میگن آقا این 3 نفر ما میذاریم که هرحال قضاوتش اومد قابل قبول، اختلافی بشود بین زن و شوهری، بین دو تا رفیق، بین کسی چیزی. آقا این بیت الحکمه رو یا خانه حکومتی دوستانه رو به اصطلاح روش اندیشه کنید. این همون بیت العدل بهایان میشه. هر قدم خدا امروز رو نره الان اسمش را عوض میکنم، این شبهه به وجود نیاد. لا یقاس الخنافس بالعور، ما خنافس بهور رو مقایسه نمی کنیم. بیت الحکمه از 1000 سال قبل، اگر یادتون باشه تو کوچم اهل محل قدیم اگر یادتون باشه میگفتن بهشون که معتمد محل، این همونه. این چون من انگلیسیشو دارم بیت الحکمش کردم، اگر این موضوع به وجود آمد الان استغفر الله عوضش کردیم و دیگر نمیگوییم بیت الحکمه که با آن بیت العدل. یک وقتی تشابه پیدا بکنه، بگذاریم جمع قاضیان منتخب 3 نفر 5 نفر، اشکالی اختلافی میشه قبل از اینی که به پارالگال و به لایر و به قانون و به ایزا و عذیت متوسل بشن و میتوانن در اون خانه دوستانه مسئله را حل بکنن. اگر آقایان یک وقتی بهشون سنگین آمده از عرایز بنده در مطالبی که قبلا برای ادیان گفتم، من گفتم در جلسات متعدده هم بیان میکنم که خوب این موضوع از ذهنهای مشوب و آشفته بیرون برود که ما نه غرضی داریم، نمیخواهیم از خودم توضیح دینی را بدهیم، نمیخواهیم تبلیغ دینی رو بکنیم، نه انکار دینی رو بکنیم. این باشد با همان آقایان کی هستش، میرزا حمید آقاسی، باشد با آقای دیگری، باشد با دیگران، ما هیچ غرضی نداریم. بنده مخلص فلسفه و ریاضیات هستم در تخصص و کارم و البته و صد البته در راهی هم که اعتقاد معنوی دارم سر در قدم اشیزم. مسئله این نیست که بگم فقط دارم صحبت میکنم، اگر کسی بحث فلسفی صحبت منطقی مو به اصطلاح مباحثه‌ای هم داشت در خدمت هستم، تا جایی که وظیفه دینی و اخلاقی هم باشد رایگان، بعد از آن همانطور که عرض کردم و انجام میدهم با آنهایی که ما را میشناسند از صمیم قلب تقدیم میکنن 1000 دلار در ساعتی خواهیم گرفت و درس خواهیم گفت، وگرنه قول معروف گفته. جناب آقای سربی، من یکی 2-3 موردی رو اینجا به حضرت عالی اشاره کردم، اگر در همین مقولات فرمایشی رهنمودی دارین بفرمایید بنده اضافه توضیح کنم، اگر نه برون سر مسئله‌ای که میخواهم واردش بشم. ممنونم که این کار رو انجام میدید که میپرسید و نه سوالی ندارم و سراپا گوشم. در 100% روشن شد؟ بله بله فهمیدم چی میگی. که اگه 1000 بارم بپرسن 1000 بار یعنی تاکید میشه 1000 بار شما میگید. یعنی من لحظه ای اگر میکردم که اصلا خودم با خودم در جنگ میفتادم. درست میفهمین 10% در 1000 خیلی غلط است.
5000 برابر 1000 هم باز انتباه نیست. من خواستم دقیق ریاضی بگم آقا، منطبق بر گفته عقیلی هستم. کاملا زیبا شما فرمودید ایشان هم ها کذا. بعد هم خاطرتون هست من یک دفعه گفتم پایم را نگذاشتم در اونجا برای که حقیقتا ارگان تنها حقیقتا خودپرستن و مطمئن باشد امریکا، مطمئن باشد که در طول تاریخ سیر تاریخی به این شکل باقی نخواهد موند. عزتش کاسته شده، خودشون اقرار دارن خیلی بیشتر خواهد شد، چون اینها دچار غرور شدن. آقای افشار ببخشید، رئیس دنیا نه آقا، این خبرها نیست. ببخشید در رابطه با این که شما میگید، حالا چون اجازه دادین منم بگم، الان خودشون حتی حزب جمهوری خواه میگه اگه ما به دموکرات ها ببازیم که فاتحه این حزب ما خونده شده، بعد میگه تازه اگر نبازیم و فردی مثل دونالد ترامپ بیاد یا مثل تد کروز بیاد، ما مثل این میمونه که یا به خودمون سم دادیم یا به خودمون شلیک کردیم. یعنی واقعا همون چیزی که شما میگید، اگر اینها به موقع یه فکری نکنن به این حال زارشون، یه فکر نکنن به خاطر این فاصله طبقاتی که ایجاد شده اینجا، اینجوری به این صورت ادامه بده. جناب آقای صوربی، من به شما این خبر خوش یا بد رو بدم، حتی اگر فکر بکنم، چون اینها هزار در هزار و اشد به اصطلاح نسبت اینها مبتلا به ماتریالیسم ذهنی شدن و همه چیز زندگی رو معیارش رو پول کردن، مطمئنن اینها محکوم به فنا هستن از نظر سیاسی. شما مطمئن باشید که میفرمید اگر فکری بردارن. خیر، اینا خیلی وقت آقا فکر برداشتن، روز به روز دارن، اجازه بفرمایید لغت عامیانه رو بکار، خیترش میکنن کارها رو. اینا فقط و فقط قربان گذاشتن که سناتور بشه، 40 سال یک میزر بچسبه، هر ماهی هم 20,000 30,000 تا بگیرن به اضافه تمام منافع اجتماعی که دارن. هیچ بر هیچ کس هم پوشیده نیست. به این دلیل است که این دموکراسی های غربی تقش در آمده است. معلم طرف یه دفعه میشه نخست وزیر، چون باباش نخست وزیر بوده. اینا با سیاسی نیستن، اینا تمام بازی هایی هست که بنده بنابر ملاحظاتی نه میل دارم نه لازم است که بیشتر از این دخول ماهوی کنیم. در ماهیت وارد نمیشیم. میگم آقا ما معلم هستیم، تموم شد دارم 4 تا 16. ولی یادتان باشد از دیدگاه سیاسی اینها دارن گفت در هاون باد زعفران میکوبی، مطلقا اینها به نتیجه نخواهند رسید. دیگر از ناب و این تعریف کننده هاشون و این که امریکا اینجوره، کانادا اونجوره، اینها مباحثی دارد که البته جایی دارد که اگر بنده پروتکشن های روحی جسمی همه چیز را پیدا کردن و البته ما به ازای مادی لازمه را هم دادند، بعد توضیح خواهیم داد که چطور مثل دانه های مروارید ثابت کنیم که اینا همه کشک است، اینا همه فریب است و خوشبختانه بر دنیا هم ثابت شده که فریب شده و به اندازه پشیزی هم ارزش قائل نمی شوند. تمام شد و رفت. این هم پاسخ به اون مسئلهی که درباره در حال امریکا و مطالبش گفتیم. حالا پس شما فرمایش دیگری ندارید؟ نه خیر، بفرمایید. از دوستان و بینندگان عزیزم مجددن خواهش میکنم چنانچه درباره عرایض بنده و فرمایشات خودشون نظری دارن که فکر میکنن به حال راه خوشا خواهد بود برای ما، عنایت بفرمایید یا تلفن بفرمایید و یا اینکه ایمیل بکنن، که زحمت جناب صوربی هم که من شاهدم خیلی هم وقت گیری میکنه براشون، لاقل تا این حدود کم بشه. و اما برگردیم به اون مسئله که مایل هستم صحبت رو آغاز بکنم. جناب آقای صوربی، بفرمایید. مطلبی که من همیشه و در مطبوعات اینجا هم مکررن گفتم، در صحبت‌های تلویزیونی قبلی سال‌های قبل بیان کردم، انتشارات دارم، مقالات دارم، چون در مورد کار آموزشی از سال 41 ایرانی که بنده رفتم در تربیت معلم، 42 معلم شدیم، از معلمی در دهات آغاز شد تا معاونت یونسکو ایران
که رؤسای دانشگاه، یعنی در جلساتی که به هر حال شورای عالی یونسکو بود دیگه، من که البته عضوش نبودم ولی چون مأمور اجرایی اون سازمان بودیم در خدمت آقایانی مثل مرحوم ارزم به حضور دکتر رجو عرض کنم که مرحوم علامه جعفری، اون آقای سروش که الان در خارج هستش، اون موقع جز شورای اون بود، 3-4 وزیر مختلف علوم و آموزش و برش هم عضوش بودن. چون از کوتاه‌ترین تا این ترین مراحل آموزشی تا بالاترین، چه در ایران عزیزمان و چه در دیگر کشورهای دنیا من جمله امارات، افغانستان، این جاها رو زمین که بودم و تحقیق کردم و کار کردم، 23 سال هم 24 سال هم که فقط در این کانادا در سیستمش کار کردیم و تحقیق کردیم درباره آموزش و پرورش، یعنی سیستم‌های آموزشی، بنده خودم را بدون اینکه بخوام از کسی تأیید بگیرم بر حسب استمرار زمان یک فقیه عالی قدر می‌دونم، یک مجتهد جامع شرایط می‌دونم، یک پروفسور بسیار عالی مقام می‌دونم. خدا بیامرزه دکتر احسان نراقی، ایشون به من میگه اگر بگین دکتر می‌ذارم تو دانشگاه، خیلی آدم خوش زبان و خوش دهن و ضمناً دهن دره‌ای بود، خدا رحمتش کنه. میگفتیم آقا چرا؟ میگفت برای که وقتی به من بگین دکتر، هزاران هزار جاهل دیگری شوخی میکرد و میخند، میگفت مثل خودت میخوان برابری ایجاد کنم با من. 40 سال 30 سال پیش که من دکترا گرفتم، من با آن دکترا مینازیدم، امروز آن دانشگاه باید به من بنازی. جناب آقای سربی، بینندگان عزیز، مطلبی هست میگویند معرف، یعنی کسی که میخواد کسی معرفی کنه باید اعرف بر معرف باشه، باید میخواد وقتی کسی رو معرفی کنه تو بالاتر باشه. بنده یه فوق لیسانس اون زمان ریاضی نمیتونستم آقای پروفسور هشتودی رو معرفی بکنم در یه جلسه، پروفسور هشتودی رو باید اینشتر معرفی بکنه که کرد. یه دانش آموز کلاس 12 نمیتونه بیاد بنده رو از نظر علمی معرفی بکنه، چون من اون موقع فوق لیسانس ریاضی دبیرش بودم. معرف باید عرف بر معرف باشه. شرم دارم از اینی که بخوان بعضی از این دانشگاه ها و خیلی از دانشگاه ها، حتی هارواردش، در بعضی چیزها بگن آقا ایشان حالا شد دکترا، حالا شد لیسانس، حالا شد فوق لیسانس. احترام میگذارین، قدر و منزلتی قائل نیستیم. به این ملاحظه که بنده و شما خودتون جناب سروی و هر کسی، تمام دوستان بیننده گواه این مسئله هستند که میرید در منزل یک نفری که میگه آقا بنده دکترم، بنده علم راستم، میگه قابشم کرده اون بالا زده، خیلی خوب خانش نگاه میکنی میبینید در کالکشن شرابش 89 شرابهای گوناگون دارن، میگه آقا کتابخانه کو، میره کتابخانه بچه‌ش نشون میده 10 تا تیکلی کتاب اونجا گوه، آقا کتاب های دکتر که در عهد کامپیوتر که قربان کتاب نیست. آقایان خانم ها، گفت آدمی فربه شود از راه گوش و مطالعه، نه اینی که قاب رو که گرفت دیگه تموم شد. اینو شما خودتونم برخوردید، هزاران هزار مدرک عالی لیسانس و دیپلم و فوق لیسانس و دکترا و پروفسورا در دست هستن که اینها لا یعرف الهرم برن، هرت بر نمیدان. در این عالم نباید واقعا نقل مقنی احسان نراقی بگن آقا چون گفتن ایشون پروفسور کیک هستش پس ای دکترا دهن ببن جلو دهن. اون چه که من میخوام تحت عنوان آموزش استعماری و استعمار آموزشی برای دوستانم در نیم جلسه، یک ربع ساعت یا در 10 جلسه توضیح بدم، اون کلاه بزرگی است، اون شیطنت و خیانت کبیری است که باز هم از همان کشوری سرچشمه میگیرد که مورد نظر من هست، ولی کلیت بده به غرب، از غرب قرون 17 و 18 به وسیله فلاسفه مختلف، که من چون هرگز میل ندارم در جمع عمومی
اصطلاحات و مسائل تخصصی به کار ببرن، کلیگویی میکنیم در این موارد. اینها اومدن و شاکله آموزش‌های اجباری رو درست کردن و جوانها و نوجوانها رو از 5 سالگی 7 سالگی حالا هم که ماشاءالله دیگران درست کردن دیگه کردن از 8 ماهگی و 10 ماهگی اینها را بکشن در یک محیطی با اسم و رسم زیبا به نام آموزش. جوان رو که کوهی از احساسات و طغیان و چرا پرسی هاست از حکومت ها و از دیگران، اینها رو بیارن در توی یک محیط فیزیکی 30-40 نفره قرارش بدن و بعضی از جاها که ترکب و چوب و چماق میگیرن برای زدن، بی صدا باش، همین رو بخون که ما میگیم، همین رو بشنون که ما میگیم و یاد بگیر. و زمانی که گرفتی تو را به داشتن قاب مفتخر میسازیم. خب دولت ها دیدن، دولت دید اون واضع روز اول دید عجب کاریست بابا، یعنی چی که عاشقان علم بروند و علم خودشان بیاموزند؟ یعنی چی؟ ما بیاریم در یک محیط فیزیکی اینها رو جمع کنیم، یک آقا سقلی مثل بنده همسرش بگذاریم، اگر لازم شد ترکه هم بدهیم دستش، بگیم آقا بخوان همین هایی که ما میگیم، یاد بگیر همین هایی که به تو میگوییم. خوب جوان است، دنیای احساسات، دنیای غرور و فعالیت و چراپرسی سیاسی اجتماعی همه را چکانیده این در توی یک جایی به نام مدرسه. اسمش چیست؟ علم یاد میگیرن. خانم ها، آقایان، در کنار این کلیساها، در کنج خانه ها، تحت عنوان دود چراغ خوردن دانشمندانی خلق شدن که تا یوم القیامه هم دیگر نظیر نخواهند داشت. نه کلاسی بود، نه اجباری بود، نه دولتی لازم بود بیلیون ها دلار از من و شما بگیرد به دور چماق تحت عنوان مالیات و بعد هزینه هایی بکند که خودشون گاهی به خودشون میخندن که میلیون ها فقط خرج کاغذ هایی کردن به عنوان ریپورت و پیپورت که اینا رو پاره میکنن میزن دور. استعمار یعنی طلب عمران و آبادی کردن. وقتی میگن آقا این دولت استعماری است، یعنی این میخواد آبادانی به وجود بیاورد. البته ایده ای میگن برای آن جایی که استعمار میکند، یعنی تحت به اصطلاح سلطه را، در حال که این نیست، یعنی این که میخواد اینا عمران و آبادی برای خودشان ایجاد بکنند در ازای سودجویی غیر مشروع از اون مملکت یا شخص تحت سلطه یا از آن برنامه و پروگرام تحت سلطه. وقتی میخوان استفاده ببرن این شد استعمار. دول غربی همیشه میدانستن و میدانن که چوب را از احساس جوان میخورن. آقا وقتی شما از 25 و 30 رفتیم بالا دیگه به فکر زن و زندگی و به طور طبیعیشو عرض میکنن، از اون حال و حرارت میفتیم. خودشون هم که میگن دیگه، جوانها و دانشجوها و اینا احساس درست هم میگن. این نیرو رو گفتن ما بیاییم جمعش کنیم، تحت کنترل درش بیاوریم، آنی را بدهیم که ما میخواهیم و آنی را یاد بگیرن که ما میگوییم. لعنت بر این سیستم آموزشی که تهدید، یعنی تهدید جیمی، ای جیمی، تهدید محدود میکنن مطالعه را. جناب سوربی به این دلیل است که روز به روز تکنولوژی رو من نمیگم، اطلاعات عمومی به قدری پایین می رود که جورج بوش رئیس جمهور نداند مثلا ونزوئلا در کجاست.
دانش آموز فارغ التحصیل کلاس 12 در همین کانادا و امریکا اگر اون کالکولیترش بگیری بگی آقا یاد 10 تا چند تا میشه عقلش نرسد، اما دیپلم داره، لیسانس داره. اونقدری که بنده متشکرم از آن کشورهایی، از آن کسانی، از آن جاهایی که با به اصطلاح انتشار مسائل دبل استاندارد و دروغین آبروی اینها را بردن و خیلی هم خوب دارن میبرن. لازمه برای یک تنوعی هم که شده جناب صبحی یک مسئله رو بگم. میگن یک وقتی میرزا خان نوری در فرهنگ سیاسی ایران خب آدم خیلی شیطان به حساب رجیمی بود، از خیلی اطلاعات سیاسی عالی داشته. میگن یک شبی در قمار حدود 40-50 هزار تومان به پولهای او زمان میبازد و مهر میکنه، سکه صدارتش رو میکنه، میده به دست کسی که باخته که من اینقدر به تو بدهی کارم. شب که میاد با خودش اندیشه میکنه که بابا این 30 هزار مثلا تومن پول ما به این باختیم، چه خاکی به سر بریزیم، چه بکنیم. مسترش رو صدا میزنه، این اون نامه ای که نوشته بوده مینویسه آقا بنده 50 هزار تومان به آقای حسن علی جعفر بدهکارم، مهر میزنه میده دستش، به افشار بدهکارم، به سربی بدهکارم. شبانه دستور میدهد به اون مصادرش که ببرن از زیر اون درها بریزن تو خونه افرادی که به اسمشون چیزی نوشته. فردا صبح وقتی میان به دارالحکومه من میرسم و میگم آها میرزا آقا خان 40 هزار تا به من بدهکاره، به کمه آره به منم. با پخش کردن آن شبنامه جعلی طلبگار واقعیش را هم جعلی میکنه، در داخل اونها گم کرد و به ناصرالدین شاه اعلام کرد که قرآن سنت که بنده گم شده و تمام شده رفت. آن کسانی که دارن این کار رو میکنن دست و بوسه بران دست میزنن. باید این سیستم استعماری که باعث انعدام و انعدام مطالعه و تحقیقات و دانش شده را بیران کرد. به چه راهی؟ یک، با قول آقای احسان نراقی بگیم میزنیم تو دهنه دگر. بگی دکتر، دکتر کیا؟ دکتر کی؟ شرم بکنید از این خواب ها. بوسه دیگری میزنم بر دست کسی که با انتشار این دبل استاندارد ها سقه را از نادرست، درست را از نادرست جدا میکنه. میگه آقا علم باید آموخته شود نه مدرکیزه شود. اینقدر گندش در آمده است که بنده یادم هست دانش آموزان در دبیرستان که همیشه طبع خوش ذوق ایرانی وجود داره مینوشتن روی تخت سیاه ما برای اخذ مدرک آمدیم نه برای درک مطلب آمدیم. شاید در مدارس شما می نمیشن آیه. بله بله درست میگم. بله بله اینقدر گند این استعمار آموزشی غرب در آمده است که به اون بچه هایم رسیده. چه سودی حکومت ها می برن؟ بیکران آقا بیکران. یک، از بروز و تخلیه پتانسیل سیاسی نوجوان جلوگیری کردن. با چی؟ با حبس آموزشی. ساعت سریع، ساعت یا تا اون ساعت برو تو این کلاس حرفم نزن، اگر زدی نمره کم میشه، خیلی هم اگر عیاری کردی پلیس اون پایینه. بسیار عالی. دیگر چه فایده داره؟ قابت میدهی، با این قاب بعد میتوانی تقاضای کار بکنی. چه فایده داره؟ تقاضا کردی، فوق لیسانس هم داریم، میریم. میگن آقا 2000 نفر تقاضا کردن بر مبنای مصاحبه اینترویو. چقدر پول میگیرن از مردم، چقدر مردم را سر کار میگذارن بیکران. حالا همیشه دوستان در انتهای اینطور مباحث سوال میکنن که آقا پیشنهاد چیه؟ این خیلی ساده است، بسیار ساده است آقا. علم‌اندوزی عشق است. مگر هر کس با یکی ازدواج کرد بر مبنای عشق و عاشقی ازدواج کرده؟ مطلقا آقا عشق آتشی است که در وجود عاشق و معشوق باید بیفته.
بسیاری از این مماثلت ها و ازدواج ها یا سنتیه یا به دلائل بگذاریم. درسم همینطور آقا، این عشق است. یک کسی عاشق مطالعه، تجربه و آزمایش در علوم مختلف و تحقیقات، این میتواند در کنج سیاه چالهای زندان باشه، در کنج ارز کنم که این کجا هستش، کلیساها باشد، در کنج خانه باشد، مطلقا ملازمه ندارد با مستحدثات نمیدونم آنچنانی دولتی که دولت بشود حاکم بر آموزش. این آقا استعمار آموزشی است. خانواده ها توجه داشته باشند. خدا بیامرزه ملک الشعرای بهار میفرمود که آقا زین مدرسه هرگز مطلب علم، که اینجاست لوحی سیه و چند بداموز و دگر هیچ. به خدا قسم اگر ما مراجعه به فرهنگ و به بزرگان خودمون بکنیم بی کینه خواهیم دید هیوم، داگلاس، جان پل سار، افلاطون، از هر کیلی که شما از قدما تا جدیدان بخواهید در نظر بگیرید شاگرد اون اتاق عقب عقب کلاس اینها نمیشود. آقا هیچ چیز ما نگفته در فرهنگ خودمون نداریم. هرگز مطلب علم در این مدرسه که اینجاست چند لوح سیه و چند بداموز و دیگر هیچ. یعنی آقا علم را بیاموزی، عاشق مطالعه بشین. من یک روز با آقای دکتر نصر احمدی لاحظش کنه از دوستان بهشون گفتم آقا من با این به اصطلاح تأکید بر مدرک بسیار مخالفت دارم. من اگر سر تعظیمی به کسی فرود میارم به علت حجم مطالعه و علم‌اندوزی اوست. اگر نه پاره کنید آقا، بشکنید این خواب‌ها. خجالت داره که بنده بشینم که یکی بگه قلابی، یک آقا خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است، ای اون آقایی که شما گفتی قلابی، من اصلا ننگ دارم در جاهایی که باید از نظر تایتل اداری بنویسیم بنویسیم. در کدام دفع بنده خودم این عنوان رو به کار ببرم؟ یا لطف دارن جناب سربیا دیگران اگر میگن اون عزت آقایی هستش که میکنن، که من هم سپاس دارم، ولی گفته آقای احسان نراقی رو همیشه مد نظر بگیریم. میگم من احسان نراقی هم نمیبالم، اگر ببالم به احسان نراقی میبالم، که تو خونش که میرفت 23 تا اتاق بود دور تا دور کتاب میدیدی 90% هم خونده بود. اما به هر حال این استعمار و این ننگ آموزشیه که دولت ها بر سر ملت ها فرود آوردن جبران کنن. دولت میتواند بگوید آقا به هر خانه، به هر فرزندی سرانه ای میدهیم به عنوان سرانه آموزشی، اما علم آموزی با خودتون آقا. یکی عاشق است به علم میرود دنبالش، داریم هممون هم داریم تو خانواده ها دیدیم، هفتا برادرن تو اینا یکی دوتاش عالی میشن، هفتاشون عالی میشن، اصلا عالی ندارن توشون، همشون خوششون میاد برن کار دیگری انجام بدن، اصلا اهل علم و مطلع. اما همه این آرا همین استعمار حرامی آموزشی اومد گفت آقا به چپی در تو کلاس ها. ابتداعا گفتن تا 5 کلاس و 4 کلاس و 6 کلاس اجباری، در بعضی از کشورها هم میگوین تا 12 اجباری. دیری نخواهد پایی که بگوین آقا تا دکترا اجباری. چه نفعی بیشتر از این؟ اگر بنده این مسئله را عرض میکنم به این خاطر است که بگویم دوستان عزیز، اگر در هیچ موردی بنده در حق خودم تعریفی نداشته باشم، در تجارب آموزشی دارم. این کلام حد اقلی رو از بنده مخلص بپذیرید، همونطوری که کسی که اگر اون آقای شاهفرا میگه من نمیدونم وکیل هستم و قاضی بودم، آقا ما هر مشکلی، هر مسئله، هر سوالی در تخصص شما باشه فرمشت رو چشممون میگذاریم، چون در اون منطقه، در اون خطه، در اون محدود مطالعه داشتی.
آقا کسی نمیتونه بگه بنده ال هستم و چل هستم و اینطور هستم و اونطور هستم، پس اطلاعاتم در امور مدیا در همین تلویزیون داری هر چند مختصر و کبیر مثل سربی هم. ابدا اینطور نیست. آقا شون 10 سال 20 سال 25 سال 10 سال ایشون کار کرده است و اصلا لازم نداره که ایشون بخواد از خودش تعریف کنه یا من بخوام ایشونو عرض کنم تکذیبش بکنه. تجربه است دیگه اینها. دوستان عزیزانی که به علم و علم‌اندوزی خود یا خانواده یا فرزندشون اهمیت میدن، عشق به مطالعه را افزون کنند. دنبال اخذ مدرک و اینطور اونطور اگر فرزندشون تمایلی ندارد نفرستند، درهای علم با توأم با عشق رو براشون باز کنند، کاری بکنند که فراگیری رو جز فرائض فکری اخلاقی منشی خودشون قرار بدن. طرف میاد میره توی دبیرستان کلاس 12 آخر شب ساعت 9-10 شب میاد میره تو مکدونالد دیوروانش کتابی هم میذاره، یه کامپیوتر هم میداره، حالا چتش زده، کارش کرده، همه حرفار شده، هی هم یک خط اینجا نگاه میکنه، دو خط به او در که دوستش داره میاد میخوام برن حال. اینها آقا اون کلاه بزرگی است که به اعتقاد شخص بنده یک کشور خاص در دنیا در یک تعمیم کلامی غرب این کلاه رو دوخت بر سر مردم گذاشت در دنیا. و باید سعی بکنیم حالا که خوشبختانه به علت توسعه وسائل ارتباطی در دنیا مردم می توانند تعاطی و انتقال نظریات رو به هم زیاد داشته باشند، به این نکته هم توجه کنن که این مدیا و این کلاه‌هایی که به عنوان آموزش اجباری و دولتی و وزیر آموزش پرورشی رو گفته، هیئت نمیدونم امنای اینها این کتابا رو تعیین کردن، غلط کردن، چه اطلاعی دارن؟ در کانادا برمیدارن میگن حتما باید کامپیوتر استفاده بکنی از این کلکولیترهای 100 دلاری 200 دلاری که بخواد نمیدونم برای ریاضی. بنده مسئولیت دبیرستان داشتم و اون سوپروایزر آفیسر یعنی بازرس کنم گفتم آه به زبان زیبای ادبی شاتا خفه شید، اصلا اجازه نداری بگی، غلط کرده مینستری گفته اینها جزء درس قسمت درسی، اجازه نداره دانش آموز در امتحانش کلکولیتر رو بیاره، دست پرشونه که بگن آقا ما قبول نداریم، میگن برو آقا به کار دیراد نداری قبول نداری. فلسفه معقول را که کسی فدای قبول کردن شما یا نداشتن قبول نداشتن شما جهال قرار بدهد، به همین محکمی و به همین به اصطلاح واقعیت منطقی توجه داشته باشیم. عشق به مطالعه توأم با تشویق و همه با بهسازی محیط واقعی علمی در توی همون محدوده خانواده کاری بکنیم که در نوباوگان در فرزندانمان برای تنویر فکری برای تعالی ذهنی، البته اگر هم لازم هستش که اخذ مدرک بکنن، دیگه کسی که واقعا عادت کرد به مطالعه و عشق علم‌اندوزی و چیز فهمی درش تقویت شد، وان توتری خیلی خیلی ساده به قول بچه ها 1-2-3-123 میره این مدرک ها و قابای کشکی پشکی را هم نه تله ها از جاهایی که دبل استاندارد بسادن از هارواردش هم میده. اگر میخواد اعتقادی دارد برود، اگر نه مشک آن است که خود بگوید نه که هاروارد بگوید. بنده سر تعظیم فرود میارم به تمام اساتید فرهیخته، به تمام برجستگان علمی، به تمام دانش پژوهان و دانش عرض کنم آموزان و عاشقان علم و معرفت سر تعظیم فرود میارن، بر پایشان بوسه میزنیم و لعنت میفرستیم بر استعمارگران آموزشی که برای تخلیه نیروی هیجانی و کارساز و زیبای جوانها این توطئه جهانی را کردند
و به زور هم میخواهند به کشورها حقنه کنند. خدا رو شکر خیلی از کشورها هستند که زده انزیر این چرت و پرت هاشون و خیلی از درس ها و خیلی از منش های اینها رو قبول ندارند، شابه ژاپن و چین و هزارها جایی دیگر. برحال به نظر بنده آقای سربی یک تجدید نظر کلی در نظام آموزشی جهانی که الان اون به اصطلاح مخلوق ناقص الخلقه غرب برای مردم و بسیار سودآور برای سیاسیونشون ایجاد کردن، یک به اصطلاح جدال اندیشه‌ای داشته باشیم. بنده به سهم خودم آنچه که به دوستانی به اصطلاح سپورترم و حامیان مادیم قول دادم، گفتم بنده با همین نظام استعماری آموزشی که خالق همه استعماری های دیگر هست، سیاسی، اقتصادی و غیر ذلک، در همین مقوله صحبت داشته باشیم و امیدوار هستم که موفق بشوم و دوستان عزیز هم بنده رو از راهنمودهای خودشون، از عیب گیری های به جای خودشون، یعنی از تشویق و تنبیه بنده از نظر علمی مزایقه نفرمایند. ایمیلم رو دادم، اگر این وقت لازم شد شما بگذارید بگذارید جناب آقای سربی. باز هم میگویم info@kaveh academy.com یا اگر فراموش کردن نخواستن هر طور یک کاظم افشار هم بزنن در گوگل در میاد که به نظرم در اونجا هم مشروع و مبسوط اینها بیان شده است. جناب سربی چند دقیقه ای وقت هست، اگر شما فرمایشی داشته باشین در خدمت باشم، اگر نه که راه دیگری بگیریم. من ممنونم از شما، سوالی ندارم و در رابطه با همین که گفتید الان آقای سندرز میگه که الان دیگه دیپلمم کافی نیست و داره میگه حتما باید تا لیسانس مجانی بشه. بله بله، خیلی صحبت در این باره داریم، ولی از دوستان خواهش میکنم کینه را بگذاریم کنار، دوستانه با هم صحبت کنیم. استعماری شدیدتر، پلیدتر، بیشرمانه تر از استعمار آموزشی نبوده که به سر این به اصطلاح لغت آمینه بامبولی که به سر مردم بیچاره دنیا فرود آمدند. هم وقت را کشت، هم پول را کشت، هم حوصله را کشت، هم ادب را کشت، هم استقرار شخصیتی رو در دانش آموز کلاس 11 معصوم باید در مقابل کسی که مشخص نیست از نظر علمی چه باری دارد در اونجا به عنوان معلم آوردن گذاشتنش اونجا، همه میان گله بکنن که آقا اصلا یارو انگلیسی نمیده، چاینیزه، از تلفظش کسی نمیفهمه. میگن نه، این معلمه، اون قابرم داره که ما خواستیم. بله صحبت خواهیم داشت بسیار زیاد. من عرض کنم که دست تک تک دوستان شنونده عزیز را به تواضع بوسه میزنم و منتظر راهنمایی های دوستانه آنها هستیم. گسره. ممنونم از شما، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. قربانتون بشم، خیلی متشکرم. من هم خداحافظی میکنم از اینتون آقای سوری. به امید دیدار. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. مشخصات ایشون رو در طی برنامه دیدید. تلفن 905-737-5158 و ایمیل آدرس ایشون هست info@kaveh academy.com. به نظر من خیلی ساده است و میتونید به خاطر بسپارید. اگر مشکلی هم بود میتونید با من تماس بگیرید، براتون ارسال میکنم. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکر و براتون آخر هفته خوبی آرزو میکنم. برنامه بعدی ویدیوی آقای حسن ارشاد هست که از ایران ارسال کردن. پس از اون برنامه ویدیوی مصاحبه آقای مهندس سهراب چمنارا در رابطه با سفری به حقیقت انجام میشه و پخش میشه و این ویدیوها تا دوشنبه هر روز پخش میشه در ساعت‌های مختلف، ضمن اینکه از روی یوتیوب هم میتونید ببینید، روی فیسبوک هم میتونید ببینید.
از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. روز و روزگار بر شما خوش. و همونجور که در طی برنامه هم دیدید نوشته بودیم که شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. به امید دیدار دوشنبه.